بینندگان عزیز، باز سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 18 ماه دسامبر سال 2015 میلادی است و برابر با 27 آذر ماه 1394، 3-4 روز دیگه که بگذره، مهر، آبان، آذر گذشته، پاییز تموم میشه، میریم به طرف زمستان و میدونید که آخرین شب پاییز یا اولین شب زمستان طولانی ترین شب هست و بعد از اون همون شب یلدا. خیلی ها هم جشن میگیرن. اجازه بدین ما اینو قطع کنیم، این وقتی که فارسی مینویسیم اگه درست قبول نکنه فارسی رو به صورت یه سری سوال در میاره. یادم میاد یه دفعه آقای زاکری اینجا برنامه داشت، بعد میگو آقا مثل که حمله کردن، چرا این سوال شده؟ گفتم بابا جون اینقدر این چی میگن توهمات رو تو سرتون پرورش ندید. این ما وقتی فارسی می نویسیم تو این دستگاه، اگر روز دیگه که میایم اون رو دوباره جدید نکنیم، این فارسی ها رو نمیفهمه و به صورت یه مش علامت یا بعضی وقتا به صورت چیزای چینیز و خطای دیگه می نویسه، بعضی وقتا فقط یه سری سوال می نویسه. خب حالا این بد نشد که ما هم فرصتی پیدا کنیم این رو برای شما عوض کنیم که شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و این نوشته رو که اونجا بذارم به جای اون سوالات شما اینها رو خواهید دید. عذر میخوام که ما اینجا دست تنها هستیم و خوب شد این ماجرای دست تنها رو من چی میگم گفت مدینه گفتی و کردی کباب. یه دوستی برای من یه نامه نوشته که آقا این گواهی رو لطفاً به انگلیسی ترجمه کنید، برای من امضا کنید بفرستید. یه دوست دیگه همونجوری که اون روزم گفتم آقا ما هر وقت نمیدونم پیام میفرستیم شما نیستی. دوست عزیز اگه قرار بود من اینجا باشم هر وقت که شما میخوای، دیگه احتیاج به پیامگیر، احتیاج به اسکایپ، احتیاج به ایمیل، احتیاج به تکست اینها نبود که، احتیاج به مسیجینگ فیسبوک، مسیجینگ یاهو، مسیجینگ چند تا هزار نوع داریم. دلیل همه اینها اینه که ما رو گذاشتن سر یه کاری و به همه گفتن که این کامپیوتر رو که شما میخری دیگه دنیا میشه گلستون و کیف میکنی، لذت میبری، غافل از این که نه همچین چیزی نبود. اجازه بدید من این رو هم عوض کنم بذارم اوورلی 4. بله اسم برنامه ما هست سربی با مردم. البته از دوشنبه قرار هست که ساعت 12 یک ساعت برنامه فوق‌العاده هر روز داشته باشم و اسم اون برنامه هست 60 دقیقه با شما. تا جایی که من خبر دارم هنوز یک ساعت 60 دقیقه است و با شما خواهیم بود. اجازه بدیم من صدای این رو قطع کنم و بیام خدمتتون ببینم که صدا و تصویر چگونه است. میگم که دوستان از بس کار ما ماشاءالله عالی هست و بدون هیچ مشکل، دیگه میگن بابا صدا و تصویر که خوبه، ما چرا اینجا باشیم. صدای این رو قطع کنم و بیام خدمتتون ببینم که ببینید این تأخیر رو به شما نشون میده. یعنی از این سیستم ما که اینها میاد انکود میشه، میره توی فضا، میره توی نمیدونم سایبر، هم فضای مجازی، بعد میاد تو کامپیوتر شما، از اونجا انکود تبدیل میشه، باید دیکود بشه. اون موقع یه مقداری طول میکشه. اوائل که نقل 2-3 دقیقه بود، الان نقل بعض وقتا 4 ثانیه است، بعض وقتا 10 ثانیه، در صورت یه تأخیری هست و ما چون از روز دوشنبه تلفن ها رو میخوایم باز کنیم، یکی از دلایلی هم که ما این تلفن ها رو بستیم واقعا باعث خجالت بود که بعد از 15 سال 20 سال تلفن زدن به تلویزیون ها هنوز بیچاره. فقط چند روز پیش بود باز داشتم این برنامه داور رو گوش میدادم که ببینم حال هوای تلویزیونه چیه وقتی من میام اونجا. دیدید دیگه، شما صبحم که میخوایم بریم بیرون در رو باز میکنید ببینید هوا امروز چگونه است. به خاطر همین هست که کمدی که کت و جاکت و چتر و اینا رو میذارن دم در هست که شما در رو که باز میکنی اگه سردته یه پالتو یه کت هم با خودت ببری، اگه دیدی بارونیه چترت هم با خودت ببری. دیدم که
این دوستان زنگ میزنن و بیچاره داور هی میگفت آقا جون این صدای تلفن، اون میگفت به تلویزیونت گوش نده. خب درست هم میگه، بعضی وقتا ممکنه چند نفر نشسته باشن شما نتونی صدای تلویزیون رو ببندی. دوست عزیز این روزا که همه بیشتر از این تلفن‌های دستی با هم صحبت میکنن، شما راه بیفت از اون اتاق برو بیرون. به دو دلیل، اولا شما فهمیدی میخوای چی بگی، میری دیگه اون صداه نمیاد شما رو اذیت کنه، هی بگی که آ صدای من میشنوی، آ صدای من میشنوی، اونم آسیبش ول کنه بره. یکی دیگه در رابطه با داور صحبت میکنم، اون روز این دوستان واقعا خیلی تیزبین و باهوش هستن. یکی از دوستان به من گفت که آقا شما چرا به داور میگی آقای داور؟ ببینید توی آمریکا هرچی با هم صمیمیتر هستید همدیگر رو با اسم کوچیک صدا میکنید. ایران هم همینجوری بود. ایران شما به داداشت، البته شیرازی ها به داداششون هم میگفتن آقا داداشی، بعد بعضی ها میگفتن آکاکو. من یادمه تمام عمای من به برادراشون میگفتن آکاکو، آکاکو یعنی آقا داداشی. در هر صورت بذاریم ببینیم این دوستمون از امروز تمرین کنیم. بفرمایید سوربی هستم. هلو. آها مثل که از فرانسه بود، احتمالاً نمیخواستن صحبت کنن، میخوان پیام بذارن. ما حالا تا یه مدتی لابد این مشکل پیش میاد، اونایی که میخوان زنگ بزنن پیام بذارن. برگردم به موضوع، شاید دلیلی که من به داور میگم آقای داور اینه که الان چند سال با ایشون رفت آمدی نداشتم و حقیقتاً یک کمی اون حالت غریبه بودن، این احترام کاذبه، تعارفه، و من اونایی رو که دوستشون هستم، نزدیک هستیم، همه رو با اسم کوچیک صدا میکنیم. البته ناگفته نماند، باز ما یه مشکل دیگه ای که داریم، این پروداکس میگن نه، توی ایران وقتی که مدرسه میریم اولین کاری که میکنن شما رو به اسم فامیلت صدا میکنن و هیچ وقت معلم که به شما نمیگه آقای سوربی یا آقای سوربی، میگه سوربی بیاد اینجا. بچه های دیگه هم به شما میگفتن سوربی. من یادمه خیلی اسامی بچه ها یادمه، روحانی، سامی، ولی اسمای کوچیکشون یادم نیست، چون گهگاهی ممکن بود اسم کوچیکی یه نفر رو یا اسم اول یه نفر رو من و شما مثلا بفهمیم. برگردیم به این که من اینجا دست تنها هستم و دیدید حتی برنامه های خودم میبینید، مثلا اینجا الان شد شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اولی که شروع کردم یه مشت علامت سوال بود، اینه که من میخوام از دوستانی که اسم خودشون رو اپوزیسیون گذاشتن، چون خیلی هاشون فقط اسم خودشون اپوزیسیون گذاشتن، به نظر من اصلا اینا بلد نیستن الف بای اپوزیسیون یا مقاومت یا مخالفت رو بلد نیستن، درسش رو نخوندن. دوستان من اینجا دفتر سیاسی، حزب، سازمان، نمیدونم ارتش آزادی بخش ندارم، نیستم. من اینجا اگر بتونم یک رسانه، و این کلمه رسانه رو دوست عزیزی که در هندوستان هستی، امیدوارم به زودی زود کار درست بشه و بری کانادا، عزیز من رسانه، هی شما نگید وظیفه یک رسانه این هست. شما به کسی که حقوق نمیدید وظیفه‌ای براش نمیتونی تعیین کنی. اگر یک کسی رو استخدام کردی، آقای کنگرو استخدام بود، آقای بهالو استخدام بود، خانم ستاره درخشش استخدام هست، بهشون میگن سالی 50,000 تا سالی 100,000 دلار شما استخدامی، بعد یک سری کاغذ بهشون میدن، بهشون میگن جاب دیودی یا شرح وظایف، به یکیش میگن شما اینجا که میای کارایی رو که این میگه انجام میدی، البته اونم تا اونجایی که کارهای خلاف نباشه انجام میده، یا تا اونجایی که کارهای باشه که در راه به اصطلاح در رابطه با این صندلی نو ولی شروع کرده به جیغ جیغ کردن، این چیزای ارزون که میخری همینه دیگه. در هر صورت من اینجا یک رسانه‌ای هستم که هیچ وظیفه‌ای در قبال هیچ کسی ندارم. من آمدم حرف خودم رو بزنم. مگه شما وقتی میری یه مهمونی
خب البته میشه اینجوری گفت، اگر رفتی عروسی شما وظیفه داری اونجا قرآن نخونی، اگر رفتی مجلس خط وظیفه داری اونجا شعر آغاسی نخونی. اونو قبول دارم، اینو ما میفهمیم، ولی اینکه آقا شما به عنوان یک رسانه دار وظیفه داری، آقا وظیفه تو چیه به عنوان یک جوان؟ وظیفه تو چیه به عنوان یک کسی که بقالی داره؟ وظیفه تو چیه به عنوان کسی که دکتر هستی توی مطبی هستی؟ بیایم یک کم یاد بگیریم. ما هیچ کدوم، این آقای آریانپور خدا عمر طولانی بهش بده، خیلی قشنگ توضیح داد، گفت ما مشکلمون وظیفه و خدمت و اینها رو قاطی کردیم، بلد نیستیم. حالا انجام وظیفه که نمی کنیم هیچی، خدمت که انجام نمیدیم هیچی، از مردم هم طلبکار میشه. آقا من به شما میگم، شما تو کشوری هستی که میدونید دموکراسی هند معروفه، میگم بیا صحبت کن، شما میگی من میترسم. جوون هستی، شجاع هستی، زن و بچه احتمالا نداری، میترسی، ولی به من میگه آقا شما برو برو، من هواتو دارم. یه دوستی داشتیم آقای محسن لایق، هر جا هست سلامت باشه، این مثل ما اون موقع ما هم سیبیل داشتیم، یه دستی میکشید به سیبیلاش میگو برو هواتو دارم. I have your weather با قول امریکایی. کجا هوامو داری؟ کجا اگه ما یکی اون آمدیم گفتیم آقا ما این ماه 50 دلار کم داریم، یکی تو 100 دلار فرستادی گفتی اینو داشته باش ماه آینده هم حالت اوکی باشه، هممون به این اون دستور میدیم. میگم طرف نامه فرستاده به فارسی، آقا شما این رو به انگلیسی برای ما گواهی کن بفرست بیاد که فلانی توی تلویزیون شما آمده یک فراخانی رو خونده. میگم بابا جون اگه آمده تو تلویزیون ما فراخان خوانده، حالا چه پول داده چه نداده، که بیشترم پول ندادن، خب اون فیلم موجوده، اونو ورداره به عنوان گواهی. من چی بنویسم اینجا؟ بنویسم فلانی فعال سیاسی در ارتش آزادی بخش، کدوم ارتش، کدوم آزاد، کدوم فعالیت؟ والا ما رو خسته کردین. اون دوستمونم بنده خدا میگفت والا من نمیدونم دیگه از دست این دوستان پناهجو چه کار کنم، هر کدومشون یه سازی میزنن و میخوان که ما به ساز اونها برقصیم. تا عادت کردیم به ساز قبلی برقصیم، یه کمی خوش رقص شدیم، نفر بعدی میاد میگه نه اونایی که اون رقصیدی فراموش کن، به ساز من برقص. خب من دیروز روی فیسبوک یه دو سه تا عکسای قشنگی بود از دیوار مهربانی که توی شیراز گویا شروع کرده یه کسی یا چند نفر، و یه دیواری رو درست کرد، دیوار رو درست نکردن، یه جایی که امکان داشته یا صاحب منزله اجازه داده اینها آمدن رنگش کردن، تمیزش کردن، دو تا میخ زدن اینور اونور، یه تنابی رو آویزون کردن، بعد نوشتن اگر چیز نیاز نداری بذار اینجا، نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار، منظورش لباس. و من نوشتم این فکر خوبیه، امیدوارم شروع کنیم از این کارها. پسر عموی خودم نوشته که ای کاش اینها لباسهای نو و آکبند رو بذارن، چون ایشون تهرونی هست و تهرون زندگی میکنه، براش نوشتم که ببین پا تو کفش شیرازی ها نکن، و شما توی تهران یه دیوار مهربانی و محبت درست کن، اونجا فقط لباسای نو بذار. چرا ما هممون، خود منم همین جورم، یه کسی که یه کاری میکنه به جای اینکه بگیم به به آفرین چقدر کار قشنگی کرده، البته نگفته نماند خیلی ها این کار رو به اصطلاح ستایش کردن، میایم میخوام بزنیم تو سر اون، آقا شما برو یه دیوار بزن این ور، یه دیوار بزن این ور، این ور لباسای مرتب و نو، این ور کفش مرتب، اصلا یکم پایین‌تر ماشین نو بده به مردم برن استفاده کنن، ولی بذار اینم باشه. ضمناً تو همین آمریکا که بعض خیلی خوبه و ما صبح تا صبح که بلند میشیم این از درخت، میدونی اصلا پول آمریکا رو میگن گرین، سبز، این سبزی‌ها رو میکنیم و میشه پول، همینجا برید ببینید این گودویل، اون چیه آرمیه
الان اسمش یادم رفته، یا این توی هر شاپینگ، هر همه شاپینگ سنترها نه، توی این مراکز خرید یه قوطی های آهنی گذاشتن نوشته لباستون وسایلتون کهنه ها رو ولی تمیز بیارید بذارید اینجا. و اگه این کار رو انجام بدید، اولا مثل من مجبور نیستی چیای کهنه تو بپوشی که اون بیننده بنویسه آقای سوربی این کراوات رو فلان روز فلان روز فلان روز فلان روز فلان روز زدی. من نمیدونم این لامصب چجوری تونسته همه این ویدیوها رو پیدا کنه که من فلان روز این کراوات رو زدم. یادم باشه که این کراوات رو نزنم، چون وقتی من تکون میخورم شما چشمتون گلی ویلی میره. خب خیلی ممنون. Thank you for this email. I sent it to my friend and I posted on my Facebook. Everything is good. مرسی. یک ویدیویی رو آقای سهراب چمنارا روی فیسبوکشون گذاشتن و برای ما هم لینکشو فرستادن. من اونو ضبط کردم. امروز برای شما نشون میدم بعد از برنامه آقای ارشاد، آقای حسن ارشاد از ایران. ما دیگه الان آقای حسن ارشاد رو داریم. حسن اجلاری رو داریم، داوود ارشد هم داریم. اینجاست که دیگه من قاطی کنم. این فیلم حدود 24 دقیقه است و یک جنرال آمریکایی، دوستانی که طرفدار جنگ هستید و فکر میکنید که جنگ مشکلات دنیا رو حل میکنه، به عوض اینکه فکر کنید تمام مشکلات دنیا از جنگ ها شروع شده، ببینید این جنگل، این جنگل، این جنرال، این تیمسار آمریکایی چی میگه. میگه که امپراتوری آمریکا داره به دست خودش از بین میره و میگه این داستان همه امپراتوری های تاریخه. انقدر بزرگ میشن، انقدر از مردم دور میشن، کور و کر و خر میشن. اون وقت این کور و کر و خر شدنشون توهینی به اونایی که کور هستن، توهینی به اونایی که کر هستن، حتی توهینی به خر نکرده باشیم، باعث میشه که این امپراتوری از بین بره و خودشون رو با دست خودشون به زمین بزنن. این رو من برای شما امروز نشون میدم. روی فیسبوک هم بعد از برنامه خودم میذارم. روی فیسبوک آقای سهراب چمنارام هست. از ایشون هم ممنون و متشکرم. و برای ایام عید، ایام سال جدید، ایام تولد حضرت مسیح، دو سه تا جشن و اینها با هم هست. شب یلدا هست، تولد مسیح هست. فکر کنم دوستان کلیمی که ماشاءالله دیگه اونها همه موقع، همه دنیا رو آتیش زدن ولی خودشون همیشه در حال جشن و سرور هستن. یادتون باشه که هم کادو به تلویزیون مردم بدید، حمایت کنید، هم این که کادویی که آمریکا داره میده به مردم دنیا رو عکسش رو نشون میدم وقتی که بریم سراغ ایمیل هایی که از دوستان گرفتیم. این را هم آقای سهراب چمنارا فرستاده، از ایشون بسیار ممنونم. نشون میده که این سانتا کلاس یا همون پاپا نوئل خودمون با یه دست چاقو میده یا ساتور میده به داعشی ها و میگه بزن بکش قتل عام کن، با دست اینوریش هم کفن میده به این بیچاره ها که منتظر کشته شدن هستن در دنیا. میگه اینها کفنای اعلا و مرغوبی هست. اینم قشنگ. و اما یه دونه ایمیل دیگر رو بخونیم و بریم سراغ، بله این ایمیله حالت تجارتی داره برای رستوران و اینها. رستوران اینا که آگهی ما نمیدن ولی تبلیغاشون چپ و راست میفرستن، این نمیدونم شنبه فلان جا، این جمعه فلان جا. حالا صحبت از رستوران ها شد، امشب که جمعه هست رستوران سورنتو برنامه دی جی داره. مسیج بذارید از دوشنبه میتونید بیان روی خط صحبت کن. برنامه دی جی داره و موزیک داره. فکر کنم این برنامه رو توی اون قسمت کورنر کافه به اصطلاح اجرا میکنن، ولی فردا شب برنامه بلی دنس و رقص و اینها داره که این رو یه مقداری به خاطر شب یلدا هم گذاشتن. البته شب یلدای حقیقی چون امروز 27مه فکر کنم میشه روز یک شنبه یا روز دوشنبه، ولی خب دیگه ما باید با شرایط زمان و مکان و اینها خودمون رو تطبیق بدیم. اگه تطبیق ندیم اینجا میگن میشی مثل مثلا بره سیاه توی یک گله بره سفید، یا اونجا میگفتن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ما اینجا اگه دوشنبه برنامه بذاریم اولا هیچ رستورانی نمیاد باز کنه، چون میگه بابا ما شنبه و یه شنبه و جمعه کار کردیم ولی دوشنبه میخوام استراحت کنیم. این یک. بعد آمریکایی‌ها میگن اینا دیوونه هستن، اینا مال کجا هستن؟ شنبه فردا شب و امشب، حالا عکسش هم
اگر بتونم نشون میدم. چرا هی بگم اگه بتونم الان تا یادمه نشون بدم. سورنتو نوشته بودم، سورنتو 1 و سورنتو 2. بریم با هم این رو ببینیم. بله ببینید اینجا، بله این مال برنامه امشب هست. نوشتن که R&B پاپ دانس فود درینک اسپیشال ات کورنر کافه، درست گفتم، و نوشتن که دی جی کی، دی جی اور سکول، آل از کول فکر کنم باشه. فکر کنم من این آقا رو دیدم یا این گروه رو دیدم، خیلی هم برنامهشون خوب بود. خلاصه این برای امشب. ولی اگر شما هم مثل ما امروز نمیتونید برید و یه جایی کار دارید، اینم برای فردا شبتون بفرمایید. کمرای 2 نوشته که کلمه موزاییک که توی زبان ما هم وارد شده، وقتی یه چیزی نقش‌های مختلفی داخلشه به این میگن موزاییک، یعنی چیزای از هر فرهنگی، از هر نقشی، از هر رنگی. و میبینید که اینجا این خانم، اگه اشتباه نکنم اسمشون کتایونه، نه، و ایرانی هم هستن، اینجا رقص بلی دنس رو که یه هنری هست واقعا، و میبینید این چراغی که روی سر ایشون هست، والا به من و شما بدن دو دستی بخوایم هم کنیم مشکله، ولی این بنده خدا این روی سرش هست، تازه میرقصه هم. من فکر میکنم به احتمال 99% اون 1% هم اگر زنده نباشم دیگه فردا شب در سورنتو خواهیم بود، و شما هم اگر بخواییم بیایم باید زنگ بزنید به اینها، چون میگن که جا محدود هست. شماره تلفنشون هم اینجا نوشتن، بذارید من براتون بخونم یا نشون بدم بهتون که خودتون ببینید. سورنتو بعضی وقتا توی گوگل اگه بزنید، ببخشید من اشتباهاً یک قسمت از عکس رو نشون دادم به جای اینکه تمام این چیزا رو نشون بدم. بله سورنتو گریل، اولا با اسپل مختلف، اگه با یه آر بزنید ممکنه یه جای دیگر رو بهتون نشون بده، بذارید بیارمش. دو من توی هرندن ویرجینیا است و شماره تلفنش هم نوشته کلاک تاور. بذار ببینیم که چرا شماره تلفنتون روی این نیست. یا info@sorrentogrill.com. اگر هم مشکلی داشتید زنگ بزنید به من، به اصطلاح شما رو در رابطه، در ارتباط با آقای مرتضی بنایی و جی یا جواد بنایی میذارم، دو برادری که خیلی به اصطلاح سخت کوش هستند و فعال و سالهای سال هست که در این منطقه میشه بگی یک کمی چاق شدن ما تقصیر اوناست. خوراک خوب میدن ما میخوریم، ما که نمیفهمیم کی سیر میشیم، میخوریم تا دل درد بگیریم بعد اینجوری توپل میشیم. اینم از این. خب بریم سراغ نوشته ها. و آها من اون روز براتون گفتم که اگر یه حزبی رو، یه چیزی رو، یک سازمانی رو دوست دارید حمایت کنید. ما گهگاهی یه دفعه یه کسی یه چیزی میگه و به مزاقمون به سلام میسازه و خوشمون میاد و $5، $10، $15، $50 میدیم، دیگه دست از سرمون ور نمیدارن. به این یکی پول میدی، بعد میاد میگه که آهان شما خبر خوب رو شنیدی که دوست منم حالا میخواد بیاد بشه فرماندار ویرجینیا، شما که خوب کمک میکنی لطف کن به اونم کمک کن. و ما دنبال هزار نفر میگردیم، گفتیم بابا دیگه به قول دوستان گفت ما به چند نفر کمک کنیم. البته این بهانه است، اونایی که میگن ما به چند نفر کمک کنیم، شما به یه نفر کمک کن، شما مثل من مقدارشو کم کن به 5 نفر کمک کن. ولی اینکه آقا خیلی تلویزیون‌ها تعدادشون زیاده پس من به هیچ کس کمک نمیکنم، اون دیگه ببخشید یه مقداری مال آدمای مفتخور هست. خب و اما میدونید که 2-3 هفته پیش اینجا بعد از اون ماجرای فرانسه اینجا هم تیراندازی شد و یک زن و مردی رفتن چندین نفر رو کشتن و اینها، و نفر سومی هم در کار بود. امروز نوشته که 17 دسامبر، بله همین امروز، این یه چند ساعت پیش این خبر آمد، 26 آذر، 17 دسامبر، دیروز بوده ببخشید، ولی خبر تازه آمد برای من. نوشته که انریک مارکوز مأمور حفاظت فروشگاه والمارت بوده و آرزویش پیوستن به نیروی دریایی آمریکا بوده.
اینایی که عشق اسلحه و گان و اینها دارن، یه سریشون بیچاره ها چیز هستن، کسایی هن که نتونستن اونجایی که میخوان قبول بشن، بعد خب اینجا هم آزاده، میرن اسلحه میخرن، بعد این اسلحه رو چقدر هی برن پول بدن، هی تق تق توی سالونی به تارگت یا به هدف. چرا ما تو ایران به هدف میگفتیم سیبل؟ اتفاقا یادمه میگفت هدف سیبل مقابل، لابد فرانسویه این رو، حتما دکتر عقیلی پور حالا لطف میکنم بهمون میگه. هدف سیبل مقابل، نمیگفت سیبل های مقابل. اگه میگفت سیبل های مقابل شما میزدی به بغلی میگفتی مال اینه. در هر صورت اینا خسته میشن، یه مش آدم های ممکنه حساس هم باشن، بشنن با هم صحبت کنن و دلخوری و اینها، و تنها راه رو در همون باز دوباره جنگ میبینن. حالا جنگ با چی؟ اینا رفتن با یه عده بیچاره معلولی که یه سری آدمایی که اصلا مشکل دارن تو زندگیشون، رفتن اونجا زدن اونا رو کشتن، ولی این آقا رو گرفتن میگن شما دو تا اسلحه خریدی دادی به اون آقا استفاده کنه. انریکو مارکوز 24 ساله نخستین کسی است که بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ارتباط با یک اقدام تروریستی بازداشت میشود. حالا بعد خبرها رو دنبال میکنیم تا ببینیم چه بلایی به سرش میاد یا چی میشه. دوستان خیلی مواظب باشید، یعنی برای فامیل، برای دوست، آقا من نمیتونم اسلحه بخرم، شما برای من بخر. خب اگه دولت به اون گفته تو نمیتونی بخری، اگه شما برش بخری بعدا میان سراغت. یه فیلمی رو میدیدم همین جاد جودی، یه نفر از بس مس کرده و اینها، دولت، قاضی، کی بهش گفته آقا شما میتونی رانندگی کنی، به شرطی که وقتی میشینی تو ماشین میخوای رانندگی کنی یه دستگاهی هست، این فوت میکنی داخلش، این دستگاه بفهمه الکل یا کم خوردی یا اصلا نخوردی ماشین روشن بشه. این خانم یه زنم هست، رفته به دوستش گفته من نمیخوام اینجوری، تو بیا ماشین به نام تو باشه ولی من رانندگی کنم. اون دوستش هم عجب مردانگی کرده، ماشین رو از این گرفته کرده به نام خودش، هرچی این گفته ماشین من کو، گفته ماشین دادی به من دیگه. بعد این آوردودش دادگاه، قاضی تنها چیزی که کرد این بود که گفت بابا سندش امضا کن بده به این، این میخواسته سوء استفاده کنه، تو دیگه اومدی از اون سوء استفاده کردی. نکنید، اگه والا یه جایی برسیم که حتی اگه لون وام طرف دار، نمیدونم حالا من اینو بگم فردا به این فوش ندید، اگر طرف نمیتونه قصه خونشو بده میاد سراغ شما میگه آقا قسم عقب افتاده قسم بده، شما دو تا سه تا قسم دادید، بعد خونه ها رو بانک برد، به نظر شما کی بده کاره به شما؟ این آقا که دوستتونه بده کاره یا بانک باید بیاد به شما پول بده؟ بانک خودش از اونم طلبکاره. این آقا میگه آقا مرد حسابی من روز روزونش پول نداشتم، حالا که خونم هم از دست دادم با برم یه جای دیگه اجاره کنم، حالا بیام به تو هم پول بدم. من یادمه سالها پیش یه دوستی داشتیم، این میخواست مغازش رو بفروشه، به ما گفت که گیر افتاده، اینجا بهش میگن کچ 22، مثلا این میگه پول بده، اون میگه تا امضا نکنی پول نمیدیم. گفت ما چند ماه اجاره بدهکار هستیم، صاحب اینجا میگه که تا پول ندید من امضا نمیکنم، اونم میگه خب تا این به من ندن من به تو پول نمیدم. یه مثلثی هست، حقیقتا مثلث بین اونها بود ولی ایشون کردش مربع، بندرم انداخت تو این ماجرا. چه کار کنیم؟ گفت شما کردیت کارت داری؟ گفتیم بله آقا، تا دلت بخواد از این پلاستیکا اینقدر داریم میشه اصلا باش ورق بازی کنی. گفت ببین از کدومش میتونی 20,000 دلار برای ما قرض بگیری؟ گفتم آقا حالت خوبه؟ 20,000 دلار که به این سادگی نمیدم، باید 5 تا 6 تا 10 تا کریدیت کارت رو هی دوتا بگیریم تا بشه 20,000 دلار. گفت هیچ عیبی نداره، شما 20,000 دلار بگیر بده به من، من این 20 تا رو میدم به این امضا میکنه میده به این پول رو میده به من پول بهش تو میدم، حالا ببین چه مشکلی درست کرده. چشمتون روز بعد نبینه، من احمق این کار رو انجام دادم. این پول از ما گرفت داد به اون امضا کرد. این آقا یه پاکستانی هم بود، گفت نه آقا من تصمیمم عوض شده نمیخرم. چی شد؟
این دوست عزیز ما آمد بنده رو بدهکار کرد به این بانک ها که از دراکولا خونخوارتر، از نمیدونم صرافا نزورخوارتر و هیچی. آقا خودشم حالا بیچاره 20,000 دلار بدهکار بیشتر، به کی بدهکار؟ به دوستش. اقلا شما اگر بانک و این و اون باشه میگه آقا جون خدا میگیره فلان رو طلبکار، بن میکنی میری. به دوستت که نمیتونی همین چیزی بگی. بعضی وقتا میگن وقتی خیلی زور بهشون میاد، آقا چندین ماه این بنده خدا 17-18% 20% نزول کردیت کارتو هی ما میگو چند شد، فقط هم سودشو میتونست بده تا بالاخره به یک مصیبتی، به یه مکافاتی، یکم هم دوستیمون داشت شکر آب میشد نجات پیدا کرد. برگردیم به اصل موضوع. اگر یه کسی میاد میگه من نمیتونم ماشین بخرم، شما که میتونی بخری بده به من، خب دولت یه چیزی دیده که بگی نمیتونه ماشین بخره. نکنید این کارا رو. یه دوستی دارم مال کلمبیان، این به من میگفت که یه بار اگه بگی نه قرمز میشی جلو دوستت، ولی هر روز دیگه زرد نمیشی. من یعنی چی؟ برام توضیح داد، گفت اینو مادرش یادش داده، گفته خواهشای اینجوری رو خیلی قشنگ به طرف بگو که حالا ما میگیم شرمنده، آمریکایی‌ها میگن ساری، متاسفم نمیتونم، همون موقع قرمز میشی. امروز هم من یکم قرمزم نیستم، ولی اگه این کار انجام دادی ولی تو تعارف بودی و اینها، هر روز زردی ناراحتی، میدونی صورتی که زرده یعنی ناراحت مریضه، به همین خاطر میگن مثلا رنگش باخته، رنگش از دست داده. در هر صورت اینم نصیحت امروز ما به شما بود. دوستانی که زنگ میزنید دوشنبه 12 ظهر به همین شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید، اونجا یکی دو دقیقه اگر بتونیم مثل انسانهای قرن 21 با شما صحبت میکنیم، اگر نه بخواد فوش خار مادر باشه، نه عزیزم اون مال سال 2001 بود، تموش. خب و اما سازمان نیاک که دیدم آقای مینویی هم ازش تعریف میکرد و شنیدم که داور، دارم کم کم بهش میگم داور، نمیگم آقای داور، داور خیلی از اینا بد میگفت. حالا جالبه اتفاقا اینو نوشتم که روز دوشنبه که تو اون تلویزیونم پخش میشه برنامه‌مون اینو بگم، اولین مصاحبه، یعنی اولین مصاحبه با آقای تریتا پارسی رو بنده وقتی در تلویزیون رنگارنگ بودم انجام دادم. البته اون موقع ما واقعا 100% چی میگن اختیار تام میگفتیم دیگه، داشتیم که با هر کسی میخوای مصاحبه کنیم این اون. من یادم حتی یه دفعه یه نفر رو دعوت کرده بودم، بعد آقای داور، دوباره شد آقای داور، گفت که آقا این مفتخوره، این میاد مهمون تو میشه، میره مهمون اون میشه، مهمون اون میشه و بهش وقت نده. منم اون غرور اون موقع رو داشتم، گفتم خب پس اگر اینجوریه، من برنامه‌مو گذاشته بودم که با این برنامه داشته باشم، امروز برنامه نمیذارم. گفت بابا تو چقدر زود چی میشی، برنامه تو برو بذار بعد خودت میفهمی. راست میگفت، بارها گفتم این داور شم بیزینسش خوبه، راست میگفت. گفت آقا این آقا مفتخوره، از تو سوء استفاده میکنه، از اون سوء استفاده میکنه، از اون سوء استفاده میکنه، از اون سوء استفاده میکنه، از همه شما که هفته یه ساعت دو ساعت برنامه دارید این بیشتر برنامه داره. ولی برای اینکه استقلالم رو نگه دارم، اگر اشتباهی هم میکنم ممنون میشم که شما به من بگی، ولی اجازه بدی من تصمیم بگیرم. نظرتو به من بگی ولی اجازه بدی من تصمیم بگیرم. پس 12 ظهر دوشنبه سرمو رو گنده میایم به وقت نیویورک، 9 صبح به وقت کالیفرنیا فکر کنم میشه 8:30 شب به وقت ایران. دوستان این هی به من نگید فلانجا چه ساعتی میشه، من ساعت اینجا رو میدونم، خودم میخوام ایران رو چیز کنم با تلفنم با چیز نگاه میکنم، ورلد تایم یعنی وقت دنیا، اسم هر شهری، اسم هر جا رو بزنید وقت اونجا رو بهتون نشون میده. بعد شما که اونجا نشستی ساعت خودتو میبینی یا رو کامپیوتر میبینی، میزنی نیویورک چه ساعتیه،
مثلا میگه 8 صبح، خب بعد حساب میکنی سوربی گفته 12 ظهر، 4 ساعت دیگه است، ساعت خودت رو نگاه میکنی 4 ساعت دیگه. ولی من نباید برای سوئد تایم بدم، برای استرالیا تایم بدم، برای فرانسه، برای اون، برای اون، برای اون. یک کمی والا دست از این تنبل بازیمون، دست از این از دیگران خواهش کردنمون، خواهش که چه عرض کنم، ارد میدیم. این کلمه ارد اون وقتا تا تو ایران بودیم نمیگفتیم، نمیدونستیم یعنی چی. از همون کلمه اوردر، دستور دادن میاد. گفتن آقا اینقدر ارد نده، ما دستور میدیم، خواهش هم نمی کنیم. حالا تازه اگه خواهش هم هست نکنید، اینقدر از ایران خواهش نکنید. این همه وسایل هست، خودتون استفاده کنید، یاد بگیرید، ببینید که امروز که نمیدونم اینجا الان ساعت 2:37 است، اونور کره زمین چه ساعتیه، راه میافتیم میریم. 12 ظهر با شما خواهیم بود. برگردیم به نیاک. بله نیاک در رابطه با همین ویزا و اینها باز هم داره فعالیت میکنه و 2-3 ایمیل امروز فرستاده. میبینید که اینها آمده ویزای ایرانیشو گرفته، یه دست پاسپورت، ببخشید ویزا نه، پاسپورت ایرانیشو با پاسپورت آمریکایی گرفته تو دست، و هر کدوم از اینها، اینا همسن بچه های من و شما هستن دیگه. بعد نوشته on Tuesday December 15 کنگره گفته که بله، میگه که اون اسامی کشورها و اینها رو هم دادن و این دیگه تصویب شد. آقای اوباما هم قول داده که امضا میکنه، گویم هم امروز فردا امضا کنه. بعد میگه Now I'm a second class citizen. من با وجودی که با این کاری که آمریکا کرده مخالفم، ولی خداییش بهتون بگم سالها اگه شما برنامه‌های من رو دیده باشید، من همیشه گفتم از این دو پاسپورتی بیزارم. چرا؟ میریم قسم میخوریم که برای آمریکا ما میریم میجنگیم، ولی میایم بیرون میگیم جانم فدای ایران. به یکیشون داری دروغ میگی. و ای کاش تمام کشورهای دنیا تصمیم بگیرن که آقا شما تا امروز شهروند این کشوری. یه علامت کادیلاک بیارم بیرون. تا امروز شهروند این کشوری، اینم پاسپورتت، اینم شناسنامت. از فردا اگه میخوای بشی شهروند این کشور، این پاسپورت رو باید بدی به ما، پاره کنیم، سوراخ کنیم، بذاریم اونجا، یا یه مهر بزنیم روش باطل. شما این پاسپورتت، شما تصمیم بگیری که شهروند کجا باشی. نه همینجوری برزخ، نه بهشتی هستیم، نه جهنمی هستیم. آقا اگه میگی جهنم ایران، الان آمدی بهشت، وایسا تو بهشت دیگه. مرض داری هی میری جهنم، برمیگردی میای؟ بله من میدونم ذات بشر اینه، میره جهنم که برگرده اینجا بیشتر قدر بهشت رو بدونه. ببینیم این دوست ما چی میگه. بفرمایید با شما هستیم. سلام همشهری عزیزم، حال شما خوبه؟ ممنونم. این شماره تلفن تو من نمیشناسم، بفرمایید. بله من چون تو با تلفن منزل زنگ میزنم. خوبی دلم داره دارم. ممنون. خدمت بینندگان و شنوندگانتون. بفرمایید عزیزم. خواهش میکنم. اول که من میشناسید به نام یازی. بله و اینکه احتمالاً از اقوام سببی هم هستیم فکر کنم. سببی یعنی همه ما قومیشیم. بله ممکنه همه فرزندان آدم هستیم. بله در حال من خواستم تشکر کنم و مقدمه‌ای باشه به حرفی که قبلا زدم، که به قولن وقتی که هر کسی خروزی میخوره باید لرزش هم باید بشینه، و خب این لرزی نیست و ما بیننده تلویزیون شما بودیم، هستیم و سعی میکنیم که باشیم. شاید به قول برنامه داشتید که آدم خیلی جاها میره و اعانه میده و پول میده، چشمی میبنده، ولی بعضی وقتا پولی که میخواد بعضی جاها بده تو قبضش هم میکنه. من تو قبل از سال 20 دلار ناقابل، یعنی همون نوبتون 20 هست در واقع. بله مرسی. خواهش کنم به یه نحوی براتون هماهنگ میکنم، به یک نحوی از انها. یک نحوی از انها و به رسید، یعنی شما مشخص باشی که اینو دریافت بکنید، گر همین یه دلار باشه، حساب کتاب دارید در هم دلار. و اینکه از سال آینده هم از سال قبلش میدم که ماهی 30 دلار خدمتون تقدیم بکنم، به خاطر اینکه با ما همکاری خواهید کرد
برای راه انداختن یک تلویزیون اینترنتی در دنیا. حالی که من زنگ میزنم توی میامی هستم و به قول شما به خاطر همین وامی که گرفتیم و نتونستیم خود ما وام دادن، ما درآمدی نداشتیم، فقط کردیت کارت داشتیم. بله. توی یک معضلی هستیم که توی میامی گرم و شرجی اینجا نشستیم در حالی که کالیفرنیا رو بکردیم. ضمن این که شما اصلا به اصطلاح حال و هوای هوای شرج و اینا رو دوست نداری؟ نه چکنن چکنه فکر کنم تهرانی‌ها میگن نوچ یا لوچ. نه میگن لوچ. نه لوچ برای اونایی بود که چشمشون چپ بود. نه نمیدونم تهرانی‌ها به چیزای چسب اینطوری بوده، ولی همون حالا بعد به قول شما بگردیم توی برنگ دهخدا. بله بله. دو نفر راستی بگرد ببینیم این چکنه چرا بهش میگفتن چکنه. جوستان عزیز، شیرازی ها به چیزای چسبنده میگن چکنه. و وقتی یه چیزی چکنه است یعنی یه حالت بد داره، مثلا وقتی آدم دستش میخوره به یه جایی که میچسبه اینجوری، اینا مطمئن نیست این تمیزه یا کثیفه. این یه وقتی راجع به این واما صحبت کن، چون من اتفاقا هفته پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت خونه ای که آپارتمانی که داخلش هست ایشون 270 هزار دلار بدهکاره، با وجودی که 6 سال هم داره قسط میده و الان آپارتمانه رو میتونه بفروشه 230 تا. گفتم خب بفروش. گفت خب اگه بفروشم 40 هزار دلار میان دنبالم، یعنی کردیت اقلا نشستم توش فکر میکنم اجاره است و اینها. یه مقداری در این روابطم بتونی صحبت کنی، حالا یا روی تلویزیون خودت، رادیو خودت، یا تو برنامه ما. حالا بذارید من اول بقیه داستان بگم. بفرم. من از صبح تا شب این موبایل دستمه و از وقتی هم که به قولن اومدیم آمریکا توی اون تلویزیون ایران زمین میگفتیم هر ایرانی دلش بخواد یه تلویزیون داشته باشیم. بله بله. حالا شاید اینم اوکی. سینا بیگدلی هستش هنوز؟ نمیدونم، من پیگیری کردم دیگه اثری ازشون توی میدیا ندیدم. این ماجرای هر کسی به امید. بله. ببین این مسئله هر کسی یه میدونی اینو که مثل که آقای هویدا گفت بود به امید روزی که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه. بله. آره. بعدم منم اینو استفاده میکردم تو برنامه، میگفتم به امید روزی که هر کدوممون یه تلویزیون داشته باشیم اینجا پخش کنیم، یا آینه بذاریم از اون وقت خودمونو ببینیم، یا بدویم اونجا بریم تأخیرشو به اصطلاح ببینیم تماشا کنی. خب بفرمایید. بله این هست، ولی کن در واقع ما نمیدونم، من یه موقع بعدن اگر برنامه گرفتم و در خدمتتون باشم ریتینگ یا اینجا ریتینگی می‌خوایم ببینیم که تو کامپیوتر مشخص میشه. بله بله. ما مثلا تو یوتیوب چند تا بیننده داشتید، چند بله بله. لایک زدن اینا یا من که فعلا تو هیچ کدومشون نیستم، ولی به کمک شما اینکه اتفاقا همین مسئله کمک شما، ما دیروز یه هویه و اینا خریدیم که بیام یه ماشین مترجمی بود اونجا باز کنیم، بازش کردیم بخواستیم یه سیمیشی لهیم کنیم، دو سیم دیگرش قطع کردیم ولی اون دو سیمی یه جایی بودن به قولن مویی که نمیشد دیگه، من نمیتونستم لهیمش کنم. بله. این بود که درش بستم، گفتم به قولن وقت دیگه روش تنظر نکنیم و گذاشتیمش کنار. اون مسئله رو که فرمودید بذار یکی یکی دا. نه یکی یکی بگو. شما راجع به آمار گفتی، اتفاقا تلویزیون های اینترنتی درست برعکس تلویزیون های ستلایت که هم ماهواره ها دروغ میگن به اونایی که صاحب تلویزیون هم میگی مثلا شما 40 میلیون بیننده داری، هم صاحبان تلویزیون معمولا به اونی که برنامه داره دروغ میگن. تو تلویزیون اینترنتی دروغ نمیشه بگی یا خیلی کم میشه بگی از لحاظ ریتینگ. البته من براتون بگم ریتینگی که در بین ما ایرانی ها مرسوم شده بود به تعداد تلفنایی بود و به تعداد فوشایی که رد و بدل میشون. بله بفرم. هرچی مبارز بیشتر بوده فوشای بیشتر میشون. بله به هر حال این دیواری که فرمودید قدمگاه شیراز اولین چیزش بود. آها. من نگاه کردم توی قدمگاه شیراز. بله. میدونی خونه ما آخر قدمگاه بود، بعدی که دیگه از خیابون آسونه و درشیخ و اینا اومدیم رفتیم آخر قدمگاه، بین اون قدمگاه و اصلاح‌نژاد اونجا بود. زیاد رفتیم حل بود. بله بله. کردیم مادر اون بساط با
خدایشون کنه. بله. این دیوار رو اینجا درست کردن که اتفاقا کار خوبی هست، به خاطر همین مسئله که دوباره شما دنبال کلبه سالواتور آرمی میگشتید چند دقیقه. آها، سالویشن آرمی، باریکلا. اتفاقا من دیشب اونجا بودم و چند چیزی خریدم و انقدر مرتب و چیز بود، اینا همه از هدایای مردم هست. بله بله. برادرم گفت ما حالا نمیخوایم بگیم ایرانی ها مسلمان ها، یه چیز میگم میخوام بذاریم دم درسی میشی میکنید که چیزی دیگه ندونه استفاده کنه. ولی نه، بذار بازم بگم، ماجرای سیم کندن تو آلمان، وقتی یه چیزی رو میخوان بذارن بیرون، اگه اون چیز خراب بود کار نمیکرد، سیمشو قطع میکردن. بله. که شما بدونی اینو میتونی برای پارت ببری. من همین کاری کردم. یعنی من وقتی زمین دستگاهی خراب هست و این ممکنه باعث از در ایمنی یه طرف بزنه و چیز کنه، از بیخ مون سیمو نذار پلاکو از اونجا که وارد. نه حالا ایمنی هم هیچی، طرف بکشه ببره بذاره خونش کار نکنه، یه مش فوشت هم بده. همین حداقل ببینی که اینجا سیمش نداره از خیرش میگذره. بله. و مگر تو ایران باشه که ببینی آدمی این کاری کرده به خاطر که مریض بوده. انشالله تعداد مریضامون هم کم میشه. البته، نه البته ما، ولی خب داشتیم که آقا جون، یعنی آقا من ساکت میشم، شما سه دقیقه دیگه صحبت کن، بعدش بریم، ما برنامه باید امروز خیلی حرف دارم. بله، من همین رو خواستم بگم که به قولن اگر که توی چند ماه آینده ما مای $30 رو تقدیم میکنیم و بعدم تلویزیون اون الان من دارم میبینم، خود صدا رو قطع کردم ولی یه کامپیوترم درست کردم، بتونیم اگر که به یک عددی برسیم که شما، من الانی که یه نگاهی کردم، 10 تا مهمان دارید، 10 تا مشتری دائم دارید، 120 تا حدوداً مهمانان گذشته رو تصویر دارید و خیلی هم جای خالی. بله. جای ما خالی، وقتا میگفتن جای شما سبز، جای شما خالی. بله. حالا جای ما خالیه اونجا و ما اینا رو ترتیب میدیم که شما بالاخره یه همکاری متقابلی باشی که آموزش بدید به. امیدوارم، منتظر شما هستی. بله، میخواد به قولن ما هم یه خورده از نظر تکنولوژی که شما قبلا هم کار تلویزیونی کردی، یه چیزی ساخته بودی و اینا برای تلویزیون. بله. نه باش، به قولن آتیش یه زیر خاکستر. باش در حال ممنونیم از لطفتون و من به خودم بعض وقتا قول میدم که اگر تو چند ماه اول نتونم به غیر از آقای دکتر هولاکویی و نمیدونم اون آقای دیگه فریدون مشیری و اینا تعدادی بیننده هم به او اندازه نرسه، به قولن میگه ویل معطلی. آها، شما برای خودت چیز میذاری اینجا، میگن بله، گول. بله. یه چیزی به اینطوری برمیداریم انشاءالله تو سانتا آنا کالیفرنیا و اصلا اینجا هم شروع میکنه. حالا من یه فقط چیزی میخواستم، من موبایلم میدم، میخوام که اگر کسی توی میامی، توی اینجا، بله، میامی دیت کالج یا اف آی یو فلوریدا یونیورسیتی یا ام یو، اگر کسی ایرانی هست که چه میخواد همخونه بشه، چه جای رو اجاره کنه. آه. و چه که مثلا مسئله محیط زیست اینا براش جالب و مهم هست، ما اون محیطی رو داریم. یعنی من الان توی خونه نشستم که دو سه اتاق داره و همون در حال فرکولوژی و اینا هست، میخوام قسط برسونیم، تعمیرهایی هم لازم داره. ولی همین هم میخوام بیدم که توی فلوریدا و میامی شما چند تا شنونده دارید، یه تستی هم هست، چند تا آدمی هستن که این رو میشنون این پیغام. آخه دو تا سوال کردی. ببین بس. شما میگی اونایی که میخوان اتاق اجاره کنن یا بیان با ما تو این کارا زنگ بزنن، بعد مثلا اگه دو نفر زنگ زدن شما نمیتونی بگی که توی میامی دو نفر بیننده داری. شما اگر یه روزی خواستی که من پیشنهاد میکنم نکن، شماره تلفنت هم نذار، بذار من توی ویکند یا دوشنبه بهت یاد میدم، روی کریگ لیست آگهی بذار، قشنگ اونجوری بیشترم اجاره میسازی، اونجوری به جای اینکه ماهیانه بگیری ممکنه یکم زحمتت زیاد باشه، هفتگی اجاره بده به ویزیتورا. شما تو میامی که هستی تو این زمستون، الان بهش میگن سنوبرد، اینایی که از کانادا و اینا میان اونجا، به جایی که یه اتاق رو مثلا یه ماه بهت بدن $1,500، یه هفته بهت میدن $1,500. یکم صبر کن، تلفن تام نده. بعد با هم صحبت. بوش به میگفت به ایران میگفت کام کلین، یعنی خیلی مشخص بیو. بله بله. چیزایی بود توی مسائل عمومی.
حالا ما اینجا چون اسوسییشن داره محلمون، باید کسی که میاد توی منطقه بالاخره استخرینا باید کردیتش چک شده باشه، بدونن کجا هست. میفهمم. بعضی جاها هم اجازه شورت ترم رنت لیز نمیدن. میفهمم. اوکی عزیزم، میخوای شماره تلفن تو بده دوستان، اگه در منطقه فلوریدا هستید، مایل هستید مخصوصا میامی، هم یه خورده کار برقی دوست داشتین بتونه هم اینترنت رو به ما کمک بکنه، بس که باید من بیام اونجا، من یکم کار برقی میدونم، یکم بله کار حساب علاقمند باشه که اینجا باش. بیاد و مستاجر رومیت مانندی بشه. بله. من باید برم رومیت. اوکی بگو ببینیم شماره تلفن تو 949 346 326 87 32 اوکی. یازده 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 خودمون. بله اوکی عزیزم. اوتا تلفن توی مندل زنگ. بله بله میدونه، من از همین من نمیشم باشه، هم اینترنت و هم کیبل و هم اینا همه و چیز. بالاخره یه محیط بازی که اوپن هاوس میتونیم در خدمت دوستان باشیم. بسیار عالی، ممنونم که تماس گرفتی. آخر هفته خوبی داشتی. من تا قبل از حالا اگه چیز نشد، تا قبل از به قولی گفتم پدرم میگفت که امشب مرغ مرغ طلایی رو میگوشیم، معامله خوبی کردیم، من تو $20 میدم. مسئله نیست، مسئله نیست. SSI هستم، دیسابیلیتی بله. مشکل ولی یه چیزی بگو. نه 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 وایسا همشهری، یه چیزی بگو که به مردم. من امروز گفتم چی؟ گفتم شما لازم نیست کمک کنی چون از لازم مالی وضع آنچنانی نداری، ولی شما خودت گفتی که من مایلم این کار رو انجام بدم. به همین خاطر ازت ممنونم. من به خاطری که شاید گفتم تلویزیون شما رو، چه شخص شما رو، آموزگار بودید، همسن من هستید و این که بایگانی خوب و مرتبی دارید، یعنی میگید هر چیزی من گفتم یا دیگرون گفتن رو تو فلان تاریخ و فلان چیز من میتونم بگم فلان جا. بله. برو آدرس در واقع داکیومنتری هستید. نه هم بایگانی که گفتی خیلی قشنگه. بله بایگانی. بله اینا درسته. و این که میشه باهاتون کار کرد از نظر این که جبهه‌گیریتون همون رسانه‌ای هست. بله. یعنی نمیخوام بگیم نه سیاسی هستید نه مبارزن، منم تمام اینطور حدودا هستم، ولی میخوام خدمت کنیم به جامعه ایرانی که اینجا داره. ممنون. و بعضی ها که بلخن. آقا وقتتون گرفتم، نمیدونم چند دقیقه صحبت 14 دقیقه 13 دقیقه و 50 ثانیه. خدا نگهدار. به نسبت قیمت باش 50 سنت انشاءالله بتونیم در آینده باش ریت بیاریم. موفق باشید، امر باشید در خدمتتون. 949-326-8732 اوکی عزیز. برنامه رو نگاه کن. مرسی دوتر. خدا به امید دیدار. خب دوستان عزیز، ممنون و متشکر از این همشهریمون. و بله ببینید، وقتی یه صحبتی تو تلویزیون میشه، این حسن تلویزیون رسانه عمومی اینه که من مثلا وقتی میگم بابا طرف رفته خونه خریده سالهای 2007 و 2006 و اینا، شب تو صف خوابیده با شوق و ذوق که آقا من این خونه رو میخرم 3 ماه دیگه میفروشم، یا برادرش گفته آقا من 3 تا خریدم تام بیا 2 تا بخریم، ما اصلا دیگه احتیاج نیست بیام کار کنیم، میدیم اجاره میریم از صبح تا شب میشینیم نمیدونم کنار دریا، بعد یه دفعه اینجوری میشه، شما میگی ای داد بیداد این سوربی داره راجع به من صحبت میکنه. راجع به ماشین میگم آقا اگه ماشین خراب شد ساعت 1 شب تو آمریکا، این همه توتراک، این همه سرویس های 24 ساعته، به فامیلت به دوستت زنگ نزن، اون بدبخت رو بیدار نکن، اونو اون موقع نگران از خواب بیدار نکن. بعد اولین چیزی که میپرسی میگی خواب بودی؟ اونم میگه نه نه داشتم تلویزیون نگاه کردم. خواب بوده آقا، ساعت 1 شب خوابه. بعد تازه شما بهش میگی حالا بیا با یه بندی با یه زنجیری با یه چیزی میخوای ماشین تو بکشی، آقای خوابالود و برداشتی آوردی تو جاده، کار غیرقانونی میخوای بکنی، اینجا غیرقانونی، ماشین رو با بند و زنجیر رو اینا بکشی، بعد تازه میکشیش، حالا کجا میبریش؟ آقا قشنگ زنگ بزن یه توتراک بیاد مثل یه دسته گل ببرتت یه شاپ، اونجا شما تو ماشین گرم و نرم میشینی و میری. از این بهتر این کارتای تریپل ای اینا والا ما نمیفروشیم، پولی هم نمیگیریم. بگیرید سالیانه $60 $70 میدید، بله امیدوارم یه سالی ماشینتون انقدر خوب باشه که اون $60 از جیبتون رفته باشه، مفت باختید. اون تیب خاطر یا تیب خاطر میگفتن، این مغزت راحت باشه.
داشته باشید تریپل ای، زنگ میزنی آقا من بین 495 و 395 تو اگزیت فلان خراب شدم، اونم بهت میگه، میگه چهار راهنماتو روشن کن، برو بشین طرف پسنجر، این طرف این نشین، اینجوری باش، مطمئن باش که ماشین تو جاده نیست فلان اینا. 5 دقیقه بعد پیدا میشه، میاد سوارت میکنه میره. ولی دیگه دفعه دیگه اگه زنگ زدی خونه دوست، حتی خواستی دعوتش کنی بیاد مهمونی، تا شماره تو رو دید میگه آه این هم سربی خراب شده ماشینش، دوباره میخواد منو بکشه تو سرما و گرما. استفاده کنیم. مگه ما همه مکافاتمون این نیست که آقا این آمریکا، این اروپا این وسایل رو داره، چرا ما تو ایران نداریم؟ یا چرا ما داریم ازش استفاده نمیکنیم؟ خب اینجا هم که داریم که ما و شما میخوایم ازش استفاده نکنیم، خرابش کنیم. بعد میگم زنگ بزنید مهمان من باشید، شما نظر بدید، بگو آقا وقتی ماشینت خراب شد به حسن و حسین و به اصلا 12 امام و 14 معصوم و 5 معصوم و چند تا همه زنگ بزن، همه رو ناراحت کن، همه رو نگران کن که آقا رفته یه ماشین خریده، حالا چی مثلا بنزین نزده، گفته اینجا بنزین 2.10 دلار میخوام برم 4 مایل پایین تر بخرم 2.09 دلار، برای 15 سنت رو 15 گالان همه رو بیدار کردیم. بابا دست برداریم، قرن 21 و بیاین از این وسایل امکانات استفاده کنیم. دوست عزیز من باور کنید وقتی که اینجا همه دیوانوار میرفتن خونه میخریدن، وقتی منی که یه خونه دارم بانک مینوشت که آقا شما بیا ما نمیدونم انقدر بهت میدیم، میگفتم خب اینا انقدر به من بدن که من از خونه بیشتر بده کار میشم. خانم من بهم گفت خب همه خریدن ما هم بخریم، تو که بازنشستگی هم نداری. گفتم نه من نمیخوام. اینا نگه رشته برقم میدونستم، گفتم این سیکل مثل برقه، سایکل میره بالا میاد پایین، حالا من از کجا بدونم که من کجای این بالا هستم؟ چون وقتی شما اگه اینجا باشی خام طمع بودن گرید بهت اجازه نمیده بفروشی، میگی بذار برسم اینجا، بذار برسم اینجا، بذار برسم اینجا، وقتی هم میاد پایین هی میگی نه حالا شاید برگشت بالا، تا بیاد اون پایین 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 بانک بیاد ازت بگیری بره. حالا این دوستمون بنده خدا اقلا خودش مجبور شده بره اونجا زندگی کنه و این SSI که استفاده کرد، ایشون یه جایی کار میکرده کمرش و اینا رو آسیب زدن توی کار، بعد اینجا بیمه های سوشال چی از سوشال سکیوریتی یه چیزی اینجوریه که یعنی اینایی که دیسیبل میشن، دیسیبل یعنی از کار افتاده، بعد شما ممکنه 6 ماه از کار افتاده باشی، ممکنه 6 سال، ممکنه همیشه. اینجا سیستمش با وجودی که سوسیالیستی نیست آمریکا، ولی باز یه دو تا چیز بیمه و خدمات درمانی اینها رو داره. ساعت 2:58 است. بنده امروز تا موقعی که جون داشته باشن با شما هستم. ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران برنامه داره و برنامه ایشون و برنامه دیگران هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. یکی از محاسن تلویزیون مردم، خیلی محاسنات داره، یکی از حسنای تلویزیون ایران تلویزیون مردم اینه که شما وقتی اینجا برنامه داشته باشید، همینجوری که این دوستمون گفت 10 نفر مهمان و اینا، تازه اون عکس‌ها قدیمیه، مثلا آقای هلاکویی، آقای مشیری، اون کسی که پول میداد برنامه اونا رو پخش کنیم، دیگه اونها هم نیستن. ما الان 7 تا 8 برنامه داریم، اصلا با انگشت میتونم براتون بشمارم، ولی من برای که ردیف رو رعایت کنم اینجا نوشتم. ببینید قبل از برنامه آوا آقای شبستری بود، پس میشه شبستری، آوا، سربی، ارشاد، آقای مینویی، براتون یک کمی از این شعرهای شیرازی میذاریم، بچ آقای داوود ارشد، بچ آقای اجلالی، 7 تا هستیم، یه موزیک هم میذاریم میشه 8 تا. یعنی هر کسی الان برنامه بگیره تو تلویزیون مردم بهترین کارو کرده، چون من بهش میگم روزی یه بار، ولی خدایش روزی دوبار هم بعضی وقتا بیشتر نشون داده میشه، تا اینکه شما برید توی تلویزیونی که به دروغ بهتون گفته آقا ما تو ایران 40 میلیون 50 میلیون بیننده داریم، بعدم شما میخوای بری حالا ایران آزاد کنی، ساعتی چند؟ ساعت 800 دلار. چند نفر بهت زنگ میزنن؟ هیچی. چند نفر مسیج میزنن؟ هیچی. چند نفر ویدیو تو روی یوتیوب میبینن؟ هیچی. گول خودتون نزنید. تلویزیون مردم قراردادهای طولانی نداره،
بگه شما باید 6 ماه بدی، اگه ندی میبریم به دادگاه. میگه ماه تا ماه بیا اینجا برنامه بذار، این ماه اگر دیدی اونجوری که میخوای بود وایس. این دوستمون دیدی برای خودش 3 ماه 13 هفته یه فصل، فهم کارش درست از این لحاظ است که تکنیک تلویزیون میدونه، 13 هفته برنامه میذاره، بعد میگه به مردم، شماره تلفنشو میده، ایمیلشو درست میکنه میده، بیننده هاشو نگاه میکنه، میگه آقا مثلا من گلم اینه، هدفم اینه. این دوستمون از کانادا نوشتن که سیبل یعنی گل، همون اون گلی که میگن، اون گلی هم که ما تو آمریکایی میگیم منظور گل نیست، یعنی هدف. و درست ایشون نوشته، نوشته که سیبل توی فرنچ میشه همون هدف یا گول توی انگلیس، توی انگلیسی. مرسی. ولی توی ارتش ما به ما غلط میگفتن، میگفت هدف سیبل‌های مقابل. درست باید بگه هدف اون نشانه‌های مقابل یا هدف اون عکس مقابل. همه چیمون خراب بود، خانه از پای بس ویران بود، ویران هست. من و تو خواجه در فکر نقش ایوان است. حالا بگم درود یا بگم سلام، من فردا شب میخوام برم مهمونی، یه وقت نگم سلام، یه وقت نگم درود، اونا مسخرم کنن. خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. ممنونم از اون دوستی که خوشحالم که برنامه زنده ما رو میبینید. اگه مادرتون هم اونجاست سلام من رو مادر گرامی برسونید. دادن گواهی وظیفه رسانه نیست. دوست عزیزی که برای من گواهی نوشتی، این رو آقای فلانی داد، شما این رو ترجمه کن، تاییدش هم بکن، برای من بفرست. کجای تلویزیون مردم شما خوندی نوشته دارالترجمه، ترجمه رسمی سربی و شرکا؟ من خودم اگه یه نامه‌ای میخوام بنویسم به انگلیسی از بچه هام میخوام. تازه قبول دارم بچه های ما چون نسل اولی هستن که اینجا هستن، بچه های من حتی نسل اول آمریکایی هم نیستن چون اینجا دنیا نیومده، اونا هم فکر نکنید که چون برای شما مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنه خیلی انگلیسیش خوبه، دهن باز کنه اینا میفهمن که این خارجیه. 3 نسل 4 نسل باید بگرده، موقعی که تو خونه و تو فامیل و همه جا دیگه انگلیسی صحبت میکنن، اون موقع میشه انگلیسی. عزیز من نامه های خودم رو از بچه هام میخوان بنویسن، تازه از دوستان میخوان بنویسن، از آمریکایی دوست آمریکایی میخوان بنویسن. این آقای سهراب چمنارا کتاب که نوشته داده به دوست آمریکاییش، برش ویراست یا نمیدونم چی بهش میگن، تصحیحش کرده. اون وقت شما نشستی اون ور دنیا برای من نامه به فارسی مینویسی، ترجمهش کن، گواهیش هم کن. آخه ببخشیدا، به این راه نزدیکت، به این پول زیاده، بابا نکنید. اون وقت شما میخوای مملکت من رو آزاد کنید؟ من نمیخوام، والا همین اینجا وای میسیم تا ببینیم چی میشه. خب 24 دقیقه ویدیو براتون میذارم که میگه به انگلیسی یعنی این کشتی در حال غرق شدن است. دوستان کشتی درسته یا کشتی؟ کشیده درسته یا کشیده؟ در صورت این کشتی در حال غرق شدن از جنرال ارتش آمریکا میگه. ما نمیگیم که شما بگی این چپا، این نمیدونم فلان، والا من نه چپم نه کمونیستم، اصلا نداشت، بلد نبودم، چیزی بلد نبودم، مثل شما هورهوری مذهب. چرا راست میگم هورهوری مذهب؟ خب حزب نیستم، سازمان سیاسی نیستم. شما اگه توی حزبی هستی، توی سازمانی هستی، وظیفه اونهاست که به شما گواهی بدن آقای فلانی فلانی از تاریخ فلان عضو این حزب شدن تاریخ فلان. چرا؟ اگه قبل شما یه جایی رفته باشی، یه کاری کرده باشی، یقه اون حزب رو نگیرن. من که شما رو نمیشناسم، اینجا نشستم توی این تلویزیون برای گواهی بدم که شما چی؟ که شما تو اون حزبه هستی. ببینید چقدر مسخره است چیزی که شما برای من نوشتی. من الان دارم میگم، احتمالاً یا میخندی به مسخره بودنش یا اینکه عصبانی شدی. اگه عصبانی شدی عذر میخوام این حرفو میزنم، شما شخص نادانی هستی. ولی اگه میخندی خوشحالم که لبخند به لبت آوردم با نشون دادن تصویر خودت. آینه چون نقشتو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست، فوش دادن به سربی خطاست. آقا من چه کار، اصلا من شما رو دیدم، شما رو میشناسم، گواهی بدم که چی؟
که شما روزی دو وعده مثلا میری مکدونالد میخوری، هرگز هم به تلویزیون مردم کمک نکردی. من اینم نمیتونم گواهی بدم. میتونم بنویسم بله ایشون تا کنون به تلویزیون مردم کمک نکرده، ولی نمیتونم بگم این دوبار میره مکدونالد، شاید نری، من چه میدونم. ایداده بیدم. خب آها، یه دوست خیلی نازنینمون از ایران به من گفته آقا این کاری که آمریکا کرد چه معنی میده، پاسپورت ها اینجوری، ویزا اونجوری، اینها چرا آمریکا اگر راست میگه دارایی های آقازاده ها و تروریست ها و حامی های تروریست رو ضبط نمی کنه. گفتم شما یک کلمه گفتی خیلی درست بود، گفتی اگر آمریکا راست میگه. این کلمه اگر جواب خودته. براش عکس فرستادم، آقای ریگان نشسته با طالبان، اینو بارها نشون دادم دیگه بسه. براش عکس فرستادم، این جان مکین احمق رفته اسلحه و پول و وسیله داده به آیسیس. بله همین آیسیسی که الان 100 تا تویوتا میخره، نمیدونم خط نفت را میندازه و اینها، همین احمق جان مکین و تندروهای مثل این پول دادن. بعدن فهمیدن درست مثل مسعود رجبی اینا بود، گفت اینا عشایرن فلان، بعد گفت او 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 دیگه پول ندیم. یه دفعه 5 میلیون مونده بود اونو قطع کرده. اوکی. چرا دارایی های این افراد رو ضبط نمیکنن؟ آخه عزیز من این حرفی که شما میزنی خیلی ساده لوحانه هست، اینجا میگن نعیف. به نظر میرسه شما فرد نعیوی هستید، ساده دل هستید، ساده لوح هستید. اینا از روز اول با هم بودند و هستند و خواهند بود. شما کی دیدی که تو سال 2015 پیش بینی کی کردی که نفت بشکه 40 دلار باشه و تازه خطر این باشه که بشه بشکه 20 دلار؟ خطر که چه عرض کنم، برای شرکت، برای ایران، این قسمت پاسپورت ایرانی ما هستا. خطر چه خطری بشه 20 دلار؟ برای من بهتره، البته ناگفته نمانه. اینجا بشکه 100 خورده که شده بود ما 4 دلار می‌خریدیم نفت رو، حالا که شده بود 40 دلار رو داشت می‌شد 20 دلار، هنوزم به ما میدن 2 دلار نی. من نمیفهمم این چه ریاضی اینا خوندن که ما یکی ازش سر در نمیآریم. دوشنبه تا جمعه، یعنی حقیقتش دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، چون جمعه ها 12 ظهر من با کانون آوا هستم. حالا اگر تلویزیون رنگارنگ داور خواست اون یک ساعت از اون برنامه کانون آوا رو پخش کنه، خب شاید من به این دوستان گفتم آقا باید یه مقداری هزینه بیشتر بدید. اگه نخواست بهش میگم من دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه نمیام، مگر اینکه ببرمش ساعت 11. اگه رفتم ساعت 11، ولی دیگه جون ندارم، پیر شدی سربی، چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو. فکر میکنی مثل هنوز سال 2000 و مثل 1998 میخوای 8 ساعت بشینی تو تلویزیون؟ والا بعد از برنامه اصلا تمام استخونامون درد میکنه، انگار یه نفر گرفته ما رو کتک زده. ای بی انصاف این معلم ها که اینقدر ما رو کتک زدن که هممون اون درد کتک خوردن تو وجودمون هست. حالا من چرا بابامونم زده تو ولی مادرم یادم نمیاد زده باشه تو. بله روز مادر بود دو روز پیش و سلام به مادران، درود به مادران، قدرشون رو بدونید. گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. این هم از این ماجرا. براتون گفتم اسم اون برنامه رو میخوام بذارم چی؟ 60 دقیقه با شما. چرا؟ این تلفن رو باز میکنم، این تلفن رو که باز میکنم شما هستی که به من، به بینندگان، به شنوندگان نشون میدی که لیاقت داری حرف بزنی یا باید خفت کنیم و بندازیمت بیرون. صد بارم زنگ بزنی تا یک کلمه به اصطلاح غیر مؤدبانه بگی قطعت میکنیم. نه از ترس داریم نه وحشت داریم. اگه ترس و وحشت داشتیم که نمیمدیم این همه سال اینجا بمونیم. که یکی هول شده بود میخواست بگی که بیدی نیستم به این بادا بلرزم، گفت ما بادی نیستیم که به این بیدا بلرزیم. در هست 60 دقیقه با شما رنگارنگ تلویزیونی هست که روی ساتلایت یوتل ساتلایت، یعنی ساتلایت اروپایی ها پخش میشه برای اروپا و ایران. ضمناً
رکو، جادو، نمیدونم هر چیزی که شما اسم ببری تلویزیون رنگارنگ اونجا یه شاخه‌ای داره پخش میکنه. آیا برنامه های من رو اون پخش میکنن؟ به احتمال زیاد این یه ساعت در روز رو بله. آیا باز پخش میکنن؟ نمیدونم. با داور تماس بگیرید. سعی کنید ما این سلسله مراتب رو یاد بگیریم. دوست عزیز، من مسئول تلویزیون مردمم، داور مسئول تلویزیون رنگارنگه، آقای علیپور مسئول جبهه آزادی خواهانه، آقای شهافر مسئول آزاداندیشان جهانه. با مسئولین، اصلا این کلمه مسئول یعنی این که شما ازش سوال میکنی اون سوال شما رو پاسخ میده. از اون بپرسید. من نمیدونم، من میدونم، به من گفتن، منم قبول کردم که یک برنامه رو به صورت آزمایشی فعلا داشته باشیم. اینم از این. خب اینقدر من نقل دوشنبه دارم حرف میزنم، برنامه امروز هم یه مقداری اصلا گم شده. خب این گفتیم که دونیشن میخوان، بس نیاک گفتیم داره چی میکنه. دوستان شروع کردن، دوستان دیگه فرارسیدن سال نو میلادی را به شما عزیزان و خانواده گرامی تبریک گفته و آرزو میکنم سال نو سالی پربار و همراه با همه زیبایی های این باغهای زیبا. عکسای بسیار قشنگی هم فرستادن. نظر شما چیه؟ چه چیزی نرمال هست؟ چند روز قبل از تعطیلات به هم دیگه تبریک بگیم و چند روز بعدش؟ اینجا شما سه روز بعد اگه بری به یک کسی بگی هپی نیو ایر یعنی سال نو مبارک، فکر میکنی شما دیوونه شدی. فرداش ممکنه، یا همون موقع 12 شب همه بیرون هستن و فلان. دو روز بعد، سه روز بعد بری فکر میکنی شما دیوونه هست. حالا چرا ما ایرانی ها بعد این سال پربار، میدونم بار و برکت و نعمت و اینها، ولی ما که زندگیمون همش باره رو دوشمون و کمرامون خم کرده، این پربار رو برداریم پر از شادی، پر از نمیدونم آنکان یه چیزی میدونستن ولت و هلت و این چیزا، یعنی سلامتی و اینها. آهان، عکسی رو که گفتم آقای سهراب چمن آرا فرستاده براتون نشون بدم، ضمن تشکر از ایشون و اون ویدیو رو هم ضبط کردم بعد از برنامه آقای ارشاد به شما نشون میدهم. ببینید سانتا کلاوز یا همین آقای پاپا نوئل با این خورجینی که معلوم نیست توش چیه، این دفعه نوشته این هدیه ویژه ما برای شما به داعش ساتور میده. این باد بزن نیست، چون بزرگ کشیدن شده مثل باد بزن. به داعش تندروها ساتور میده. به این نوشته مردم سوریه، مردم سوریه که بچهش تو بغلشه، زن و مردم وایستادن نمیدونن از دست بشار اسد داد فریاد کنن، از دست این تندروهای آیسیس داد فریاد کنن، بهشون کفن داده، گفته و این کفن فرد اعلی برای شما و خانواده. کاش که اقلا کفنم بهشون میدادن. سهراب جون برو عکس‌ها رو نگاه کن ببین چه خبره. و اما اون ویدیویی هم که گفتم بذارید اینجوری بهتون نشون بدم. این جنراله هست که صحبت میکنه و چقدر قشنگ صحبت میکنه که میگه چی شد که آمریکا داره اینجوری میشه. آهان، جنراله رو براتون بیارم، ببخشید اینجاست، این اول. کجا رفتی جنرال؟ این خانم مصاحبه میکنه، این آقا جنراله جواب میده و به نظر من این 24 دقیقه است. این رو اینجا میگن دیدنش رو به شما پیشنهاد میکنیم. آمریکایی‌ها میگن، اینجا نمیگیم ما، آمریکایی‌ها میگن ماستی ویدیو، یعنی یه ویدیویی که باید ببینید. خیلی هم خوب، ممنونم باز از ایشون. و اما آقای هوشنگ امیر احمدی از امریکن ایرانیان کانسل یا شورای ایرانی آمریکایی‌ها AIC، ایشون هم درباره همین قوانین آمریکا و اینها نوشتن. فقط من یه سوالی از ایشون دارم. آقای امیر احمدی، شما که شورای ایرانی آمریکایی‌ها هستی، برای ایرانی‌ها داری فعالیت می‌کنی، نشریه چاپ می‌کنی، نامه می‌نویسی، یا برای آمریکایی‌ها یا برای هر دومون؟ اگه برای هر دو هست
خب به ما ایرانی ها احترام بذار، فارسیش هم بنویس. اگه برای آمریکاییاست و دنبال این هستی که بالاخره یه پولی بگیری، یه کاری کنی، خب دیگه برای ما نفرست اقلا. گفت تو اول بگو با کیان دوستی، پس انگاه بگویم که تو کیستی. و اما نیاک باز گفتم بهتون، ببینید برای که شما بدونید عقاید چقدر مختلفه، احتمالا دوشنبه من در تلویزیون رنگارنگم در این مورد صحبت خواهم کرد که آقا ایشون نیاک رو دوست نداره، من نیاک رو عاشقش نیستم. اینجا میدونید کلمه عاشق I love you با I like you فرق میکنه. من عاشقش نیستم ولی خوشم میاد ازش، کارایی که انجام داده به نظر من تو چیزی بوده که من فکر میکردم، تو اون خطی بوده که من فکر میکردم. ولی اگه یه نفر دلش میخواد نیاک دست میکرده به اسلحه بره آخوندار رو بکشه، نه نیاک رفته و guess what، نه شما رفتی. اوکی سربی گرامی، با عرض سلام. دوستی که روی فیسبوک یا روی یوتیوب، میگم که اینقدر برای ما یوتیوب هم مسیج میفرستن، فیسبوک هم مسیج میفرستن، یه دوستی به نام The Great Commented، والا من نمیدونم این خسرو رو شما با X نوشتی، XOSROV نوشتید با سلام از تیمسار، میتوانید از تیمسار آریانپور سوال کنید آیا دسیسه شاه در دست داشتن در سقوط کایت و کشته شدن تیمسار خاتمی تا چه حد؟ من همینقدرشو میبینم. آقای آریانپور مثل همیشه لطف کردن به شما پاسخ دادن، ولی ما چون از طریق ایمیل راحت تریم دیگه، حالا نمیتونم بیام روی یوتیوب کامنت شما نوشتی من جواب بدم. بابا مگه ما چند قسمت میتونیم بشیم؟ ایشون به من توی ایمیل پاسخ دادن چون من براشون ایمیل فرستادم. ممنونم از آقای آریانپور عزیز. با عرض سلام، من چندی قبل توانستم پرونده پرسنلی ارتش بود خاتمی را از طریقی به دست بیاورم و با بررسی آن نوشته پیوست را استخراج نمودم. ضمناً با بررسی سایر مدارکی که از گوشه و کنار جمع‌آوری کرده بودم، اطلاعات بیشتری درباره او، خدماتش و سایر خصوصیات اخلاقی، کاری و روابطش را با جنس مخالف جمع‌آوری نمودم که در نوشته پیوست ملاحظه می‌کنید. چرا ما به زنها میگیم جنس مخالف، زنها به مردها میگن جنس مخالف، در صورتی که اینقدر با هم توافق داریم و اینقدر عاشق هم هستیم؟ برای که لابد همیشه با هم مخالفت میکنیم. یکی از اشتباهات شاه این بود که مسئولان سیویل و نظامی مورد نظرش را برابر روش تصویب شدهی برای مدت محدودی در سر کار خاصی نمی‌گماشت یا نمی‌گمارد. مثلا ارتش بود خاتمی 17 سال در رأس نیروی هوایی بود و اگر سقوط نکرده بود شاید ایشون منظورش اینه که همینجوری ویزش اونجا باشه، عوضشون نمی‌کرده، اگر سقوط نکرده بود شاید زمانی بیشتری در آن شغل بامی می‌ماند. آقای هویدا بالغ بر 12 سال، اصلش فکر کنم 13 سال باشه، 13 سال نخست وزیر بود. دریابود رسایی بالغ بر 12 سال نیروی فرمانده نیروی دریایی بود و ده ها تن از مقامات دیگر به این علت هنگامی شاپه میبرد که این فرد را با فرد جوانتر و آگاهتری از لحاظ تخصص بگمارد، که متاسفانه هنگامی شاه چنین تصمیم را میگرفت که دیگر کار از کار گذشته و آن فرد قبلی ضرر و زیانش را به کشور وارد کرده بود. شاه و رئیس مملکت ضروری است که دخالتی در اجرای قوانین مصوبه نکرده و اختیاری نداشته باشد که افراد را به میل خود انتخاب و یا برکنار کند. حقیقت آن است که این کار باید بر مبنای قانون مصوبه به مرحله اجرا درآید و نه به امر و به فرمان یک نفر. در طول تاریخ از 1304 تا 1357 کلیه نخست وزیران، فرماندهان ارتش و مسئولان رده بالای کشور به جز چند مورد استثنایی مورد غضب دو پادشاه پهلوی قرار گرفتند، خانه نشین شده، تبعید گشتند و یا وادار به خودکشی و زندانی شدند و در مواردی دستور کشته شدنشان هم صادر گردید.
من نمیدانم که شاه دخالتی در سقوط کایت خاتمی داشته است و یا خیر، ولی آنچه مسلم است شاه دل خوشی از داماد دربارش نداشت. لطفاً پیوست را مطالعه کنند. برای شما فرستادن دوست عزیز، من این پیوست را هم باز میکنم ببینم که چی است. اجازه بدید. این ماوس ها اینقدر فست شدن، سریع شدن، یه دست بهش میزنی میدونم سرعتشو میشه تنظیم کرد و اینها. والا ما کمترین سرعت رو هم گذاشتیم ولی باز برای ما خیلی اینها سریع هستن. بیا دوست عزیز، آقای آریان پور این رو برای من فرستاده، شما هم لطف کن یه ایمیل USA که آمریکاست نقطه، چون همه ما باید نقطه بذاریم، بعد سوربی sorbi@gmail.com بفرست و برات بفرستم. ولی برات میخونم: ریشه بدبختی ها و یا ارتشبد نمونه شاه. مشخصات: نام محمد، فامیل امیر خاتمی، نام پدر محمود، اهل رشت، شغل پدر فلاحت، متولد 1297، مذهب اسلام، شماره شناسنامه 55550، صادر از رشت، گروه خون B1. من نمیدونستم B1 هم داریم، B مثبت B منفی داشتیم، ولی دیگه نمیدونستم، یا O مثبت O منفی، نمیدونم. اینا رو من رشته طبیعی خیلی بلد نبودم و وارد نمیشم. دین اسلام، مذهب شیعه. تاریخ ورود به خدمت 1318، طی دوره 2 ساله دانشکده افسری، شماره خدمت 31. این خیلی کامله. پایه تحصیلی دبیرستان آمریکایی رشت، دبیرستان البرز، دبیرستان فیروز بهرام. علائم مشخصه ظاهری: بریدگی دایره شکل سمت چپ زیر چشم. قطع خیلی کامله دوستان. در صورت من این رو چون هنوز خودم نخوندم و اجازه بدید بهتون بگم چند صفحه هست. من به این دوستان پیشنهاد کردم هر کس چیزی می‌نویسه هم بالاش شماره صفحه بذاره هم پایینش. بله 29 صفحه هست. این رو آقای ببینید، سال 54، هیچ کاری هم به سوال شما نداره، نوشته پنجشنبه این گردآورنده مهر ماه 1389. این رو آقای آریان پور 1389 یک سال و 4 سال 5 سال پیش تهیه کردن، ولی شماها اگر جویا شوید ایشون خاطراتش رو میاره. من منتظر روزی هستم که این خاطرات و اینها رو، فکر کنم آمریکایی‌ها ممور میگن، که ایشون اینها رو ساده کنه و به اصطلاح پخش کنه و ما بتونیم بزنیم روی تلویزیون مردم یه جایی که به دوستان بگیم برید بخونید و آگاه شدید. Believe it, have not even gotten a chance to review them. بله، یه جایی یه نفر گفت آقا این دوستمون همش فیلم میگیره، تو رو خدا بگو از ما فیلم نگی. گفتم بابا ناراحت نباش، این فقط فیلم میگیره، نه پخش میکنه نه حتی به خودمون نشون میده. یه دوستی داشتیم عکاس بود، عکاس درجه 1، و همیشه عکس میگرفت. میگفت آقا اینقدر عکس گرفتی، خب یکیشم به خودمون بده. میگفت آقا من عکاسم، عکس میگیرم، من که کارم این نیست که عکس بدم. مثل آخوندا میبینی پول میگیرن، کار آخوند این نیست که پول بده. حالا شما نشستی میگی آخوند هم بیاد به شما پول بده هم بیاد به من پول بده، دیوانه شدی؟ آخوند میگن دست گرفتن داره، معروفه. میگن یه آخوند افتاده بود تو استخر، شنا نبود، داشت خفه میشد، طرف آمد گفت آقا این دستتو بده تا من بکشم از بالا. نمیداد. 10 نفر دیگه هی آمدن گفتن آقا دستتو بده تا ما بکشم از بالا. نه. یه نفر گفت آقا برید کنار، شما آخوند رو نمیشناسید. گفت حاج آقا دست منو بگیر. تا گفت دستمو بگیر آخونده دستش گرفت آوردش بیرون. گفت دیدید باید بلد باشی، باید یاد گرفته باشی. 37 سال بودن دیگه، الان باید یاد گرفته باشی. شما برای من ننویس، بیا در تلویزیون در برنامه بگو که آمریکایی‌ها دارایی اینها رو قبضه کنن، مصادره کنن. اولا مگه آمریکا به اسم من، به حرف من گوش میده؟ منم بشم مثل سکوی دیوانه از این ور میگم آقای خامنه‌ای میبینم الان داری گوش میدی، از اون ور میگم اوباما، حسین اوباما میدونم داری گوش میدی. خب اینجوری بشم شما به منم میگی سربی دیوانه، همونجوری که به سکویی گفتیم دیوانه و دیوانش کردیم رفت بیچاره. خب ببینم که کجا بودیم و کجا هستیم. ساعت 3:25 است و من هنوز به هیچ جا نرسیدم. اون برنامه نیاک امشب، اینها باز برنامه دارن،
خیلی منظم مرتب مهمونی میذارن، فان ریزینگ میذارن، فیلم نگاه میکنن. شما دوست نداری یه سازمانی دیگه را بنداز، یا سازمانی که دوست داری نوشته This is a friendly mandate to join us today Friday December 18 for a night holiday happy hour. بله جاشم نوشته توی بریکستون این دی سی. ما وقتا که جوانتر بودیم میرفتیم، الان دیگه با این موهای سفید اینا همه موها مشکی آدم خجالت میکشه بره اونجا، ولی باور کنید اگه وقت داشتم بازم میرفتم. چون وقتی شما میری این نیرو و انرژی رو میبینی و میبینی که اینها یه نفر دنبال کارمون هست، اقلا یه دلخوشی پیدا میکنی. حالا اینایی که نشستن و امید و آرزوشون به این نشستهایی هست که در فرانسه اینجوری شد، در نمیدونم فلان کشور وین اینجوری شد، اونجا اونجوری شد، ببینید دوستان اینایی که میرن این جلسه و اون جلسه و اینها، بفرمایید از اولیش این که خوابه، این جان کری که دیگه از خستگی و اینها پیره، این آقای افغانی که داره چشماشو میچرخونه حوصله‌اش سر رفته، این یکی که انگار یکی از اینا چون خواب بوده گازی رها داده گازی بل داده، بعد این آقا هم که مال انگلستانه براون، نه اینم یه جای دیگه هست، در اصل اینم از کمیسیون ها و اینها نوشته سرتاج عزیز is sleeping, کری looks dead, عبدالله looks drugged, پی ام نواز just smelled a fart. من باور کنید این زیرشو نخونده بودم ولی بذارید یه بار دیگه بگم. این زیرش نوشته که این که خواب کاملا، این دومی مثل اینایی که مرده، عبدالله مثل اینایی که دراگ کشیدن، بعد این نوشته مثل کسی که یه بوی شنیده و میگه این هم one who farted، میگه این یکی هم کسی که بو رو به اصطلاح ول داده و به خاطر همین چشماش بازه نگاه میکنه ببینی کی فهمید کی نفهمید. جالب و غمنگی، 100 سال پیش دولت بریتانیای کبیر برای تأمین نیرو در جنگ بنغازی، این بنغازی بیچاره از همون موقع هم مشکل داشته. بله بذارید براتون اینا اینجوری چیز کنم تا شما هم با ما باشید و همراه. 4-3 اینو برای اون دوستی میخوام که به من میگه اینو برام ترجمه کن، گواهی کن، بفرست بیاد. چشم دوست عزیز، من یه نفر اینجا ندارم که وقتی من میخوام این حرفو بزنم این صفحه سفیدی که میاد جلو شما این نیاد، اون این کار انجام بده، من فقط اینو نشون بدم. جالب و غم انگیز، البته افتخار میکنم به خودم که خیلی از تلویزیونای کالیفرنیا به من زنگ میزنن میگن آقا تو بارها گفتی که همه این کارا رو خودت تنها انجام میدی ولی ما باور نمیکنیم، فکر میکنیم تو دروغ میگی. گفتم والله من هیچ وقت دروغ نگفتم و دروغ نمیگم، چون آدم تنبلی هستم، ولی شما اگه فکر میکنی من دروغ میگم، من که نمیتونم بیام با مته مغزت رو سوراخ کنم. خب برو فکر کن من دروغ میگم، حالا چی از امشب من با پای برهنه میخوابم. جالب و غمنگی، 100 سال پیش دولت بریتانیای کبیر برای تامین نیرو در جنگ بنغازی لیبی و خاور دور دست به جذب نیرو در هند زد و فرماندهان انگلیسی علارغم تلاش فراوان برای خدمت گرفتن 100,000 نیرو، تنها 40,000 نیرو جذب کردند. در این هنگام ژنرال ارلی جانسون برای بررسی اوضاع وارد هند شد. در بین راه بندرگاه تا مقر نیروهای انگلیسی، ژنرال با جماعتی از هندوها مواجه شد که دور گاوی جمع شده و به عبادت مشغول بودند. ژنرال از کالسکه مخصوص پیاده شده به میان جمعیت رفت و پاهای گاو را بوسید و با چشمانی اشکبار از گاو می‌خواهد که آنها را در جنگ یاری دهد. سپس در میان بهت و حیرت همراهان آنجا را ترک می‌کند. در کمتر از 48 ساعت 60,000 نیروی داوطلب هندی به ارتش بریتانیا ملحق شدند و بریتانیا موفق شد آلمانها را در مستعمرات خود شکست دهد و امروز ژنرال پوتین برای ما قرآن هدیه می آورد. خب اولا ژنرال پوتین که بابا مرده رفته، دوما از این نوشته ها شما روزی 100 تاشو توی فیسبوک میبینید. گفتمتون
این دوست ما برای من فرستاده بود که آقای کمال آتاتورک ببینید چقدر ساده از دست حجاب راحت شد، گفت فقط زنان تنفروش چادر بپوشن و فلان. میگم آقا اینو مدرک ترکیش، مدرک انگلیسیش به من بگو. نمیشه که یه اتفاقی توی تاریخ ترکیه افتاده باشه فقط شما پشت کامپیوتر دیده باشی، اونم برای که یه بیکارتر از من، یه احمقتر از من آمده اونو نوشته گذاشته اونجا. حالا این داستانی که نوشتید آقای ارلی جانسون و بعدش هم این آخر نوشتید جنرال پوتین برای ما قرآن هدیه می آورد، من نمیدونم اصلا میشه به یه همچین نوشته هایی استناد کرد یا نه. بله خب جمعه است دوستان، چه اونایی که زن و بچه دارید چه اونایی که زن و بچه ندارید، دیدن چیزهای زیبا و خوب همیشه تجویز میشه. بفرمایید. میگه که ببینید اگر توی ایران و کشورهای اسلامی پوشیدن این لباسها ممنوع میشه، خب چرا توی کشورهای اروپایی ما ناراحت میشیم که به همون بگن پوشیدن این لباسها ممنوع است؟ یا آیا نباید این لباسها ممنوع بشه؟ یه بار دیگه اینو بهتون نشون میدم که تا روز دوشنبه از دهنتون آب جاری باشه. خب این رو دیدیم و بریم سراغ نوشته های بعدی. ممنونم از اون دوستمون. و اگه اشتباه نکنم توی آفریقا الان به خاطر این چند روز گذشته که خیلی خانم ها بمب منفجر کردن و اینا زیر لباسشون بوده و خداییش، حالا اگه مردا هم باشن لباس زنونه بپوشه بعد روشم پوشیده و صورت پوشیده، اونا که میفهمه این مرده یا زنه تا موقعی که منفجر بشه، ممنوع کردن از این لباسهای اونجا بهش میگن پوشیه، مثل که یا به فارسی ترجمهش کردن نشتن پوشیه، میخوان ممنوعش کنن. ولی من یه سوالی دارم، آیا فقط با این لباس اسلامی میشه بمبرد؟ شما این پالتوهای یا بارونیهای فرانسوی که هر کدوم از این آمریکایی‌ها وقتی میخواد یه جا کشت کشتار کنه دو تا اسلحه زیر پالتوش قایم میکنه میبره و تو فیلم‌ها دیگه اصلا این تا میاد آدم میگه الان یه اسلحه‌اش در میاره، اونا نمیشه بمب بزنن توش بیارن منفجر کنن؟ نمیشه بمب رو کوچیک کنه؟ نمیشه با ماشین بیاد بزنه؟ نمیشه با موتورسیکلت بیاد بزنه؟ اینا قانونیه که آیسیس میخواد این احمقا هم هی اجرا میکنن، فشار میاره بزنه، میگه حجاب نداشته باش، آیسیس میگه آها دیدی بهت گفتم این میخواد دینتو از بین ببره، بیا اب نداره امروز تا میتونی فعلا حجاب داشته باشی این ماشینو بگیر بمبو بزن منفجر کن. و جان مکین احمقم میره بهشون بمب میده، وسیله میده که برو با بشار اسد به جنگ، بعد اونا برمیدارن میرن. روزگار غریبیست. انعکاس اعلام جدایی خانم هدایتی در روزنامه فلسطینی دنیا الوطن، این رو آقای حسین نژاد برای من فرستاده. فکر میکنم دیگه چیزی از مجاهدین نمونده باشه، چون اینایی که مجاهد بودن از قدیم و ندیم آمدن بیرون و جدا شدن، تنها کسانی موندن که رجوی که خودش هم غائبه، این والا نمیدونم فرقه، این سکت، این کالت رو به این صورت نگه داشته. روزنامه فلسطینی الدنیا یا الوطن، بذاری بینم دنیا الوطن، بله اینجا ایشون نوشته، این رو هم ما نشون میدیم. بله فلسطینی دنیا الوطن اعلام جدایی خانم هدایتی از فرقه رجوی را منتشر کرد. روزنامه فلسطینی در روز پنجشنبه 17 دسامبر خبر خود و متن اعلامیه اعلام جدایی خانم فرشته خلج هدایتی از فرقه رجوی را در صفحه اول و صفحات داخلیش منتشر کرد. ترجمه انعکاس این روزنامه فلسطینی در مورد خبر فوق به شرح زیر می باشد. ممنونم از آقای حسین نژاد و دوستان دیگه. نوشته که سکوت نکنیم، سکوت علامت رضایت نیست، حالا باید به خاطر تمام آنهایی که زندگیشان را در تحقق یک آرمان از دست دادن فعالیت کنند. ما بارها گفتیم، خود من رفتم تلاش کردم، فیلم گرفتم، توی برنامه‌های اینها شرکت کردم، اینها را از لیست تروریست آوردم بیرون، ولی دیدیم آقای کرمی میگه آقا از این ور امضا میکنه که ما عملیات تروریستی انجام نمیدیم، از اون ور افتخار میکنه که
اینا رو کشته، اونا رو کشته، از این ور افتخار میکنه میگه برید اینا رو بکشید، برید اونا رو بکشید. نمیدونم واقعا. آقای سربی گرامی سلام، سال پیش در چنین روزی پلیس بازنشسته آلمان غربی آقای کارل هاینز کوراس درگذشت. سالها بود که از ایشان خبری نبود، بازنشستگی خود را میگرفت و به راحتی زندگی میکرد، تا اینکه چند سال پیش یکی از ژورنالیست‌ها پرونده ایشان را بررسی کرد و بعد معلوم شد که وی جزو شبکه‌های آلمان شرقی بوده است. کارل هاینز کوراس شخصی است که در زمان بازدید رسمی شاه و فره از آلمان، دانشجوی آلمانی بنوان زورگ را از پشت یا بنوان زورگ را یا زورگ را از پشت سر به هلاکت رساند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ممنونم از دوستمون فرزین. دوستان اینایی رو که می‌نویسید، اینایی رو که می‌فرستید بگید روی فیسبوک هم منتشر کنیم برای بیش از 7700 نفر بره. من فیسبوک شخصیم 5000 تا رسیده دیگه نمیذاره، فیسبوک اونم 7700 تا دیگه حوصله عوض کردنم ندارم. خب این 12000 تا، حالا من میگم اون 5 تا جزء اینم هستن، 7700 تا، در صورتی که خیلی هاشون اصلا خبر ندارن مردم تیوی فیسبوک کجاست. 7700 نفر $10 بفرستید، اینو ما برای اونا میفرستیم. مگه شما نمیخواین چیزایی رو که فهمیدید دیگرانم بدونن؟ آقا برو یک کپی بردار، یک کاغذ با دست بنویس، ببر توی این کینکو بود، نمیدونم فدکس استیپل، بگو من میخوام اینو چاپ کنم. میگه رنگی میخوای دونه 37 سنت، نمیدونم معمولی میخوای دونه 3 سنت یا 5 سنت، بعضی ها 10 سنت هم غالب میکنن. یعنی شما 50 تاشو که درست میکنی یا میشه $1 نیم یا میشه $5، ما برای 7700 نفر میفرسیم. ممنونم، مرسی. بله خب شب یلدا بیایم حالا از نق زدن و قر زدن و هر چی ما میگیم، ببخشید نمیخوایم، گفتم در مثل میگن مناقشه نیست، نمیخوایم بگیم ما اینجا داریم یاسین میخونیم، خدای نکرده شما هم وقتا میگفتن تو گوش یاسین تو گوش خر، ولی خانم نیه برای من نشته های سوربی تو برنامهات به خر توهین نکن. گفتم خانم شما برنامه من اگه دیده باشی، من از سال 2000 دنبال حزب خران میگشتم، میخواستم حزب خران رو تأسیس کنم. یه نابکاری از انگلستان زنگ زد گفت آقا شما زحمت نکش ما باز کردیم، بعدم دیگه هیچ خبری ازش نشد. در هر صورت من کی به خر توهین کردم و کی به خودم اجازه میدم که به این حیوان، به این مظلومی که بار میبره، به این کسی که وقتی ار میکنه صداش از جور و زجر از دست انسان ها گوش فلک رو کر میکنه، کی توهین کنم؟ شب یلدا، شب یلدا شب جشن و سرور است، دل از رنج زمان امشب به دور است. شب یلدا شب شعر و شراب است، بده ساقی که دل در التهاب است. شب یلدا شب چنگ و رباب است، بزن مطرب که داروغه به خواب است. شب یلداست میراث نیاکان، در این شب گرد آین جمعه یاران. به گرمی دست یک دیگر فشارند، غم و اندوه از خود دور دارند. چقدر به موقع این اومد، ما فردا شب داریم میریم سورنتو برای واین اند داین، یعنی شرابی بنوشیم و شامی هم نوش جان کنیم، بعدش هم قرار بریم منزل یکی از دوستان. گفت بریم اونجا شبچره، گفتم شما به شب یلدا میگین شبچره؟ گفت نه آقا بریم اونجا نخوچی کشمش و آجیل بخوریم. گفتیم چشم، ما هم به قول بعضیا تشریف میاریم، به جای بگیم خدمتتون میرسیم، بعضیا میخوان خیلی مؤدب صحبت کنن، حرف زدن ماموریشون هم یادشون میاد. مرا آید ز عهد کودکیم شب یلدای شیرینی به یادم. این شعرم یک کمی گفت که شاعر چون به تنگ آید، قافله چون به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید، ولی یک کمی نامتعادله. فراهم کرده مادر با علاقه، بساط خوردنی ها با سلیقه، همه هم آجیل زمستانی و لیمو، قدح پر کرده از خیسید آلو. انار و هندوانه سرخ رنگ است، که با صفرا و زردابه به جنگ است. پدر گفتا به لبخندی دلنگیز، که پندی گویمت در گوش آویز.
زعاب نار این رمز جوانی، دلت سیراب کن تا می توانی، صدای قلقل جوش سماور، فراخواند به سوی خیش مادر، حالا اینا میدونم فراخواند یا فراخواند، و مادر چایی خوش رنگ و بویی، تعارف می کند با خنده رویی، چو شیرین کام گردند جمله یاران، رسد نوبت به صحبت‌های شادان، یکایک قصه شیرین بگویند، که وقت خود به شیرینی بپویند، یکی شاهنامه فردوسی خواند، سخن از رستم و سهراب راند، یکی از دختر شاه پریان، چهل گیسوی خود کرده پریشان، یکی از عشق شورانگیز فرهاد، که عشقش بیستون را کرده بنیاد، ز شعر حافظ و مولای رومی، نشد محروم هرگز هیچ بزمی. تو هم امشب نوایی شاد سر کن، حکایت های غم از سر بدر کن، مباد از تلخ کامی ها بگویی، دلت باشد اسیر کینه جویی، مبادا دختر از مادر بگیری، یا هر دو بمیرند در اسیری، مبادا غنچه ای اندر بهاران، شود پرپر به دست باد و طوفان، مبادا نقش دل بر آب گردد، دوای درد دل کمیاب گردد، مبادا چشمه ای مرداب گردد، و یا خفته اسیر خواب گردد، مبادا پیلتن تون تاب گردد. کسی این تون میدونید چیه؟ همون چیزایی نبود مالا حمام و اینها، تنور و اینا رو نمیگفتن تون، یا اون زیر حمام گرم میکردن، نمیدونم. در صورت کسی زنجیری سرداب گردد، مبادا دیو شب بیدار گردد، و حلاجی سرش بردار گردد، به بیداری و هوشیاری نظر کن، ز خواب خانه ویران کن حذر کن. اسم از همینه که شبا وای میسیم تا شب یلدا تا دیر. بگو مهتاب بر شب گشته چیره، چو مه آمد برون از ابر تیره، بگو خورشید از مشرق دمیده، حجاب تیره شب را دریده، بگو ضحاک از تخت سرنگون شد، چو کاوه از کمینگاهش برون شد، بگو ایران شود روزی گلستان، ز جهد و جانفشانی نرشیران، بگو صحرای جان شد سبززاری، ز صدها دانه امیدواری، چو یلدا مانده بر جا از نیاکان، به حفظش جمله کوشیم از دل و جان، به امید شب یلدای دیگر، سرود زنده ایران میدهیم سر، توکل بر خداوند کریم است، که خود این شیوه نسل قدیم است. ممنون. طبق معمول شاعر بینام، از خودمونم میترسیم. خب پوتین ویدیوش هم من دیشب دیدم، گفته بود که اردوغان، این آقای رئیس جمهور ترکیه، گفته بود که اردوغان ممکن است تصمیم گرفته باشد که اونجای آمریکا را بلیسد. از من میپرسید که شخص سومی دستن در کار بوده، میگویم که ما نمیدانیم. من بویی به مشامم میرسد که شاید کسی در دولت ترکیه تصمیم گرفته باشد اونجای آمریکا را لیز زده باشد. من مطمئن نیستم که او حرکت درستی انجام داده باشد. در رابطه با این مشکلی که ترکیه و روسیه پیدا کردن به خاطر اون سقوط هواپیمایی که زدن، بزرگداشت سال روز نجات میهن، این خیلی جالبه، سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست، بعد صحبت میکنه میگه که به گزارش سازمان جوانان پانیرانیست، در این مراسم که با سرود ای ایران آغاز شد، ببینید اولا خودشون با خدا خودشون من نمیدونم نگاه نمیکنن، این ایمیل های خودشون رو نمیخونن. ببینید مثلا من اینجا میرم فیلم برداری میرفتم، الان دیگه نمیرم، میرفتم فیلم برداری میکردم، از یه گروهی بهشون میگن یانگ امریکن ریپابلیک، یارو یانگ ریپابلیک امریکن، یه هم چیزی خیلی هم تندرو هم. ولی شما وقتی میری میبینی هر 3-4 سالی یه سری افراد جوان 16-17 ساله آمدن و دیگه اونی که 30 سالشه اونجا نیست. حالا شما ببینید این جوانان پان ایرانیست ایران ما، ببینید کیا هستن، عکساشون این پایین هست، این نوشته شما هر چی میخوای بنویس. وقتی آدم این عکسها رو میبینه نمیخونه، تا اون روزی که نوشتتون با عکساتون نخونه بی خوده. ببینید دوستان،
در ادامه تصاویر این نشست را در ادامه تصاویر این نشست را خواهید دید. عکس پرچم شیر خورشید گذاشته، اون ورش اون لابد پرچم خودشونه، سبز و سفید، قرمز هم وسطش مثل علامت شمارن. این جوانان مملکت ما که اقلن ای کاش نور رو روی سر ایشون کم میکردن. بله، اینم یه جوان دیگه که خیلی زود موهاشو از دست داده. چی بگیم ما آخه؟ حالا ببینیم یه آدم مودار پیدا میشه تو این جوانا. خب بازم ایشون اقلن، البته ایشون هم پیشونیش بلنده. اینم حزب پانیرانیست، قسمت جوانانش. خب این آقای کوروش زعیم الحمدلله هنوز مو داره. این یکی هم که جوانه زود موهاش از دست داره میده که برسه به اونها. این هم افراد اینها که به نظر میاد توی یک جای بسیار کوچیکی هستن. بستتون رو یا بازم نشون بدم، جوانان پان ایرانیست. بنده خدا اون یکی که جوانه دمه دره، لابد به اینم گفتن تا اینجا وایس، هر کی اومد بهش بگو که ما کجا نشستیم. اون یکی که جوانه میبینید آقای خوشتیپی هست، ریش و سبیل اینا. بفرمایید. خب حالا سوال من اینه، اولا این حزب پانیرانیست تو ایران آزاده یا آزاد نیست؟ اگه آزاد نیست که با این عکس و با این نوشتن و با پرچم شیر خورشید گذاشتن و اینها که خودتونو دارین دو دستی تحویل آخوند میدین. اگه آزاد هست شما میتونید به من بگید توی ایران 80 میلیونی، توی تهران 17 میلیونی، شما چرا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 تا، چرا فقط 25 نفر اینم توی این عکس هستید؟ وقتی که آقای اجلالی میاد میگه 24 میلیون یا 18 میلیون روز اربعین تو ایران راهپیمایی کرد، وقتی که عکسش در سراسر دنیا پخش میشه که عراق گفته بابا 2 میلیون ایرانی فرستادید اینجا، ما عاجز شدیم، مامورای ما نمیتونن حتی به اصطلاح کارهای چیشون انجام بده، وقتی که زیارت نمیدونم مشهد 2 میلیون نهار و شام میدن به مردم، وقت شما 25 نفر یه عدهشون هم مثل آقای هروی ویزا تو دستشون گرفتن منتظر. ببخشید این ویزا میگم، آقای هروی یادش بخیر، روانش دکتر مصطفی هروی شخص خیلی خوبی بود، ولی اونم میترسید. به من این نوشته ها رو میداد، میگو سوربی اینه بگی، تو میدونست من اطلاعاتم کمه، میگو ولی نگی من به دادم ها، بیچارم میکنن. برای که گاهی وقت تو این رادیوها و تلویزیونای کالیفرنیایی برنامه داشت و اگه اشتباه نکنم روزی هم که ایشون فوت شد در حال مصاحبه با آقای قائم مقامی بوده، خانمش فکر کنم گفت حمام هم رفته بوده آمده داشته صحبت میکرده، مثل که به اونا میگه مثلا یه دو دقیقه چی میخوام استراحت میخوام فوت میشه. بله این آقای هروی هر وقت یکی میومد میدید آقا این داره وقتش تلف میکنه، بهش میگفت که ببین من 89 سالمه، اگه اشتباه نکنم میگم من تو گیت 89 وایسادم، بلیتم هم دستم، منتظر پروازم، یعنی دیگه وقتی برای این نیا ندارم. بعد میگم پسرم تو برو بخون، یا خانم برو بخون بعدن بیا. این چیزی رو که تو الان میگی من 60 سال پیش فکر میکردم ولی اشتباه کردم. در صورت این هم از این دوستان یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، دوشنبه ساعت 12 ظهر اگه این برنامه رو الان زنده میبینید اینجا 3:49 است بعد از ظهر، یعنی 3:49 برگردید الان ساعتتون نگاه کنید. اگه این برنامه رو بازپخش میبینید خودتون لطف کنید ساعتتون رو پیدا کنید، ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک، نه اون واشنگتن سیاتل، از تلویزیون مردم من برنامه میذارم، تلویزیون رنگارنگ هم لطف میکنه ریله میکنه، شما هم میتونید تماس بگیرید و شرطش هم اینه که اولا وقتی آمدید نگید من میخوام درباره اون یکی صحبت کنم، شما درباره خودت صحبت میکنید،
شما نظر خودتون میگی. دیروز بود یه نوشته دوستون آقای پدرام نشود آقای سوربی این آقای فلان یا خانم فلان، گفتم آقا چه کار به اون داری؟ من این بالا یه موضوعی گفتم، گفتم شما نظرتو بنویس، چه کار به نظر اون داری؟ ای داد بیداد. دوستان زحمتکش و مبارز سازمان نیاک، ضمن تشکر از کوشش های بیدریغ شما عزیزان در مورد جلوگیری از خرابکاری ها و دشمنی های عده‌ای از جمهوری خواهان خودفروش، فکر می کنم وقت آن رسیده است که آرزوی چند ساله پتر کبیر را که دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس بوده است، رژیم جمهوری اسلامی می تواند به حقیقت برساند. یعنی موافقت کرده و پایگاه دریایی را در یکی از جزایر و یا گوشه ای از ببخش. این را آقای آریانپور نوشته. اجازه بدید بذاریم برای روز دوشنبه از تلویزیون رنگارنگ بخونیم. ممنون و متشکرم از یکایک شما. 9 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد که از ایران درباره دین بهائیت صحبت میکنن پخش میشه. شما هم درباره دین اسلام بیاین صحبت کنید، ویدیو ضبط کنید، آدیو ضبط کنید، از تلویزیون مردم استفاده کنید، پخش کنید. باز اسم تلویزیون مردم و دوستان آخر سال کم کم از نیمه ماه دسامبر هم گذشتیم، داریم میریم تو اون سرازیریه. من این پستچی آمد برامون یه کارت گذاشت، یعنی چی میگن؟ این نیست، یه کارت دیگه است. یه کارت گذاشت یعنی سور بیادت باشه ما اینجا هستیم. به نظر من این پول برای پستچی گذاشتن رو باید غیرقانونی کنن، چون اولا اینا کارمند دولت هم، دوم من تا چند مدت پیش کسی نمیدونست چند بده، 50 دلار، 20 دلار، 30 دلار، بعد قانون گذاشتن 20 دلار، هر کی میخواد 20 دلار بده. به نظر من نباید چیزی بگیرن. ولی من همین امروز صبح اینایی که اومدن منزل تمیز کردن، بعض وقتا 2 نفرن، بعض وقتا 3 نفرن، خب به وسع خودم 3 تا 10 دلار، 3 تا 20 دلار به اینا میدن. یه جایی که میرید شما اگه اون کافه زیاد رفتید، حالا که ایام هالیدی هست و اینها، برای من و شما 20 دلار اضافه تر بدیم چیزی نمیشه. میدونم ممکنه بگی آقا 100 تا که نه، 10 تا 20 دلار میشه 200 دلار. برای من و شما 200 دلار هم که بدیم چیزی نمیشه، ولی برای اون یه نفره اگر 10 نفر مثل من و شما 20 دلار بدن، اون 200 دلار اونی که دانشجوه، اونی که سنی اشرفته، میتونه با دل خوش خیال راحت بره هدیه بخره. متاسفانه این هدیه خریدن و کادو خریدن و دادن، با وجودی که من باهاش مخالفم، رسم شده و بعضیا مجبورن ماشینشون رو برن بذارن گرو، برن بدن کادو و گیفت و اینها که 2 روز دیگه هم میفته کنار خونه، ولی اون ماشین اونجا میمونه، بدبخت گرو گذاشته دیگه. کمک کنید به دیگران و امیدوار باشید که یک کسی هم به شما کمک کنه. 7 دقیقه دیگه به ساعت 4 مونده. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. 12 ظهر دوشنبه 21، ضمناً 2:30 بعد از ظهر دوشنبه با آقای تریتا پارسی قرار هست یا اسکایپ یا حضوری، بستگی داره که برنامهشون چجوری باشه، میتونه بیاد اینجا یا اسکایپ. اسکایپ هم حضوریه دیگه، حالا چه فرقی میکنه من اینجا نشسته باشم؟ یکم بهتره، فرق میکنه. وقتا هم گفتن بوسه که پیغام نمیشه، یعنی اون بوسیدن فرق میکنه. اون نمیدونم دیگه، بعض وقتا ما خودمونم حرفایی که میزنیم یکم ضد و نقیضه. دوستان عزیز، از اینکه با من بودید از شما ممنونم. از دوشنبه اون 1 ساعت اول تلفن ها بازه. اگر دیدیم که ما این مدتی که تلفن رو بسته بودیم اشتباه کردیم، مردم پیشرفت کردن، صحبت کردن و بلدن، یه تیکه کاغذ مینویسن. من 2 ساعت برای شما صحبت کردم، برای که چند تا سرخط نوشتم. نمیان تکرار مکررات کنن، نمیان نقلیه برنامه دیگه توی تلویزیون دیگه تو اینجا حرف بزنن. آقا من اولی که میام یه ویدیوی کوتاه رو نشون میدم، یه موضوعی رو میگم، میگم نظر شما چیه. 60 دقیقه با شما.